با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبهانی هستم در این روز پنجشنبه دوست داشتنی، پنجشنبه خوب و پنجشنبه‌ای که ما در ایران هم همیشه منتظر این پنجشنبه ها بودیم و خوشحالم که در روزهای پنجشنبه میتونیم در یه چنین ساعتی در خدمت آقای دکتر کوروش عرفانی باشیم و یک پنجشنبه در خدمت آقای دکتر مصطفی دانش هستیم و دو تحلیلگر خوب پراستی که مسائل رو خوب نگاه میکنن و دید وسیع وایز در حقیقت داره به عمیق توی عمق داستان خیره میشوند و از اون دل عمق برای ما مطالب رو بیان میکنه. بنابراین اجازه بدید که سلام بلند بالا داشته باشیم خدمت آقای دکتر کوروش عرفانی نازنی و همه علاقمندان و دوستانش در شبکه دیدگاه و حزب ایران آباد. و باز هم تشکر کنیم از عزیزان در اتاق فرمان در شبکه دیدگاه که مهر میکنن بدون اینکه نام و چهره شون رو به رخ بکشن، شبانه روزی زحمت میکشن تا این برنامه ها به سمت و سوی من و شما روانه گردد و تشکر کنیم از تک تک این عزیزان و بزرگان. اما اجازه بدید که بریم سر اصل ماجرا. آقای عرفانی یه مطلبی رو نوشتن که ما هم در همین بخش مقالات قرار دادیم و دلم میخواد که حتما به این مطالب نگاه بکنید. این مطلب اخیر ایشون تحت عنوان پایان اصلاح طلبی آغاز استحال طلبی میگم نزدیکه با اون مطلبی که من در همون دوره انتخابات در یکی از همین ویدیوها اسمشو گذاشتم رئیسی پایان دوران خمینی، یعنی در حقیقت اون پرونده به طور کل اهم از اصلاح طلب و نمیدونم اصولگرا و اینها بسته میشود و اصلا فرم و شکل ماجرا تغییر کرده. شما به لباس اینا نگاه میکنی میفهمی که اصلا ماجرا دیگه اونا نیستن، اینا یه آدم های دیگه هستن، یه گروه جدیدی اومدن سر کار و یه نگاه دیگه است، یه دعوای دیگه است و بر سر قدرت و منابع ثروت و هر کس که ببره آمریکا و غرب هم که نشستند و مرتب به این داستانه میکوبه. اما نکته مهمی که امروز دارم خواد با آقای دکتر عرفانی نازنین مطرح بکنم و کم تک کسی به این داستانه توجه کرده، این وضعیت بودجه دفاعی آمریکاست و این ارقام نجومی که بر این بودجه مستتر است و گفتن که اضافه کردیم. جنرال های آمریکایی از این آقا خواستن که این کار رو انجام بده و همونطوری که بارها اشاره کردن، به باور من این تیمی که به نام تیم ترامپ هست یا رژیم ترامپ هست، اینا هیچ اندیشه و تفکری ندارن، اینا یه مش غارتگرن. اینا همون با آقای عرفانی صحبت میکردم مثال درستی میزد و میگفت این همون ورژن دیگه یا تصویر دیگری ورژن دیگه ای از همون جریان احمدی نژاد در ایران و ما در اون سالها شاهد همه این نوع آدم ها بودیم، از خاوری تا بابک زنجانی و غیره و زالک که فقط به قصد چپاول اومدن. اینا هم یه دن در آمریکا همین قصد رو دارن به نظر من، اصلا نه فهم کار سیاسی دارن، نه اندیشه سیاسی دارن، نه اصلا برای کار سیاسی اومدن. قضا و قدر باعث شده، دری باز شده است. اینها که هیچ کس هم به راستی هیچ تحلیلگری هیچ تاریخ نگاری تصور نمی کرد که اصلا این آقای ترامپ رو هیچ کسی جدی نگرفت، اومد و زد و برد و اینا هم گفتن حالا که بردیم بهترین فرصته، معلوم نیست که همچین امکانی دیگه به وجود بیاد، بنابراین موقع بردن و چاپیدنه. و همون در حقیقت کاری که به قول آقای عرفانی میگه همون کاری که احمدی نژاد در ایران کرد. اجازه بده که با همین موضوع، یعنی وضعیت بودجه دفاعی آمریکا، بریم پیش آقای عرفانی سلام بکنیم، عرض ادب و احترام بکنیم، ازش بخوایم که این مسئله رو برای ما واکاوی بکنه، ببینیم که چیه، چرا ما تو دوره‌های مختلف در همین
تاریخ 50-60 سال گذشته از بعد از جنگ جهانی دوم شاهد بروز و ظهور رژیم‌های مختلفی در آمریکا بودیم، از بعد از آیزنهاور که دولت برآمده در جنگ بود و قهرمان بود، آمریکای قهرمان جنگ جهانی دوم، و بعد دموکرات‌ها با کندی، با خانواده کندی اومدن که ناموفق، و بعد ماجرای جنگ ویتنام رو در دوره جانسون داریم، بعد ماجرای پترودلار و اینکه آقا پولشو ازش بگیر و دلار رو بده دستش، طرح آقای کیسینجر و پترودلار که اون هم دولت ناکام بود و استیضاح شد، نیکسون فورد هم مدت کوتاهی بود، و بعد دوباره ماجرای آقای کارتر رو داریم که اون با طرح دیگری با نگاه حقوق بشر و آزادی ها و اینها وارد امریکا شد، و بعد دیدیم که او هم دولتی ناکارآمد شد، شرایط تغییر کرد، انقلاب در ایران اتفاق افتاد. میبینی که هر کدومشون یه طرحی رو دنبال کردن. آقای ریگان با جنگ ستارگان به سر کار آمد و اینکه مبارزه کنیم، و ماجرای همین قاچاق و مواد مخدر و این مسائل، و نوریگا، و که همین نوریگا هم همین دو هفته پیش در آمریکا در زندان مرد، مأمور CIA و قاچاقچی معروف، و بعد دوباره داستان بوش پسر رو داریم، دوره اوباما رو داریم، و اینک این دوره است که ببینیم که هر کدومشون یه رویکردی دارن. بریم پیش آقای عرفانی، بیش از این وقت رو ضایع نکنیم. میدونم که شما بیش از من منتظرین که فرمایشات آقای عرفانی رو بشنوین، بپرسیم ازشون که ماجرا چیست، این بودجه رو چرا اینقدر بالا گرفتن، و اینکه گفتش که من پیروزم که دیدیم با یه چیزی، و گفت آقا سوریه رو هم چی میکنیم، اگر که نمیدونم سلاح شیمیایی میخواد مصرف بکنه ما عل میکنیم و بل میکنیم، بعد اگر این مصرف کنه روسیه و ایران مسئول این کار هستن، و روسا گفتن آقا اینجوری نیست قصه که داری شلتاق میکنی، که حق نداری یه طرف این کارا رو بکنی، بعد یه مرتبه گفتن نه نه این سوریه ترسید عقب نشست، خیلی وحشت کرد. بریم ببینیم که این قصه فانتزی و این درد و غمی که بر جهان به وسیله رژیم حاکم شده است چیست و ماجرا چگونه است. آقای عرفانی درود بر شما، باز هم صمیمانه از حضور تشکر میکنم از اینکه مهر میکنی و این فرجه رو در اختیار ما قرار میدی که میهنیاران ما هم با نظرات شما آشنا بشن. ممنون میشم در این زمینه فرمایش شما رو بشنم. بفرمایید. خواهش می‌کنم. مرسی جناب پهپهانی عزیز، خدمت شما درود هستم و همینطور خدمت بینندگان گرامی تلویزیون میهن، و عرض ادب و احترام دارم خدمت یکایک عزیزانی که این برنامه رو به طرق مختلف میبینن، و همونطور که در جریان هستید تلویزیون دیدگاه هم بعد از یکی دو روز که به هر حال شما این برنامه رو پخش و بازپخش کردید، اون رو در رسانه دیدگاه ارائه میده، و بینندگان دیدگاه هم از نظرات شما و همطورین گفتگویی که داریم بهره مند میشن. خدمتتون عرض بکنم، شما در مورد موضوعی صحبت کردید که شاید بد نباشه بینندگان ما یه ایده‌ای در مورد کلیات اون داشته باشن، که عبارت است از نقش مهمی که پنتاگون در صحنه سیاست خارجی امریکا داره ایفا میکنه، و بعد بریم به سراغ بودجه سال آینده یعنی 2018 ایالات متحده امریکا، و ببینیم که این بودجه بر اساس چه سیاستی تهیه شده، حرکتی که در سال 2017 به راه خواهد افتاد چگونه است، و قراری که در 2018 با این بودجه چگونه ادامه پیدا بکنه و در بعضی از موارد قطعات پازل اون تکمیل بشه. جنگ جهانی دوم رو اجازه بدید مبنا قرار بدیم برای اینکه بیشتر و پیشتر نرفته باشیم. بعد از جنگ جهانی دوم مشخص شد که اگر یه قدرت جهانی وجود داشته باشه که توان نظامی کافی داشته باشه، میتونه
یک نظم تازه‌ای رو در جهان مستقر میکنه. این در سطح جهانی کاملا محسوس بود که ایالات متحده امریکا به عنوان کشوری که اومده برای نجات اروپا و به قول برخی نجات جهان، حرف اول رو در جهان خواهد زد. و دلیل اینکه به اصطلاح اتحاد جماهیر شوروی اون زمان عملا رفت به سمت اینکه یک چیزی به اسم بلوک شرق رو تشکیل بده، برای این بود که گرایش ایالات متحده رو فهمید برای استقرار در اروپا و استقرار به عنوان ابرقدرت جهانی. بنابراین لازم بود که در مقابل اون خودش رو مجهز بکنه و آماده مقابله باشه. اما در داخل امریکا اجازه بدید ببینیم این قضیه چجوری اتفاق افتاد. من دو سه تا نقل قول کوتاه میخوام امروز بکنم که یه مقداری به ما پیشینه این داستان رو در امریکا به دست میده. در 1944، یعنی زمانی که امریکا وارد جنگ شده بود و داشت میرفت که جنگ رو به نوعی به نفع متفقین به پایان برسونه، یک نویسنده و فیلسوف امریکایی که یکی از بهترین کتابهای در واقع آزادی طلبی، آزادی خواهی و ضد بردهداری رو نوشته به اسم فدریک هایک، کتاب معروفی داره که من پیوسته هم از موقعی که در امریکا هستم دنبال فرصتی میگردم که اگر بشه اون رو به فارسی هم ترجمه بکنم و اگر دیگران ترجمه کرده باشن که چه بهتر. کتابی داره به عنوان به سوی بردهداری، در واقع به سوی بردگی. و در این کتاب منظورش از بردگی اون بردگی سنتی نیستش، بلکه عنوان میکنه که جوامع مدرن اگر حواسشون نباشه میان و مکانیزم هایی رو در درون خودشون باز تولید میکنن که سبب میشه علارغم این که پرچم دموکراسی رو با خودشون یدک میکشن و این عنوان رو دارن، ولی در عین حال از حیث ماهیت در درون نظامی به سر میبرن که اون نظام عملا فاقد ماهیت دموکراتیک هستش. برای اینکه دموکراسی به معنی اینه که شهروند باید بر سرنوشت خودش سوار باشه، در حالی که هشداری که فدریک هایک میده میگه که اگر شهروندان در جوامع دموکراتیک از جمله در امریکا حواسشون نباشه میرن برای داشتن نظامی که به صلاح هیچ چیزی رنگی بویی از دموکراسی نداره. وی خودش از مدافعان دموکراسی لیبرال هستش، اما در این حال وحشت داره از اینکه جریانهایی در درون دموکراسی رشد بکنن که ماهیت دموکراتیک این سیستم ها رو برگردونن. و اتفاقا چیزی که در 1944 در نظر بگیرید، در این کتاب به سوی بردگی توضیح میده، میگه من احساس میکنم بعد از جنگ جهانی، پایان جنگ جهانی دوم، یه اتفاقی خواهد افتاد. چرا؟ چون داره میبینه اهمیتی رو که به صلاح نهادهای وابسته به صنایع نظامی در امریکا دارن پیدا میکنن، با توجه به اینکه میدونیم در جنگ جهانی دوم ایالات متحده برای اولین بار ساختار صنعتی خودش رو به کلی زیر رو کردش تا بتونه به اندازه کافی ابزار و آلات و ادوات نظامی تولید بکنه و وارد اون جنگ معروف بشه، بتونه به متحدین خودش کمک بکنه و همینطور ارتش آمریکا مجهز به سوی اروپا را بیفته که بتونه با ماشین نظامی نازی ها، آلمان ها روبرو بشه. بنابراین یه شیفتی به قول معروف، یک چرخش و تغییری در بافت صنعت امریکا اتفاق افتاد. و شما زمانی که راجع به صنعت در دوره سرمایه‌داری صنعتی دارید صحبت میکنید، یعنی در نیمه اول قرن بیستم، بدیهیه که این جریاناتی که وارد این صنعت دارن میشن و این تولید انبوه سلاح‌ها رو دارن آغاز میکنن، فردا روزی همچین بگینگی دستشون باز باشه. برای چی؟ برای اینکه سوار بر اقتصاد شما میشن. و شما در نظر بگیرید تیزهوشی این روشنفکر آمریکایی فدریک هایک رو که در اون زمان در 1944 در این کتاب حواسش جمع بوده که نسبت به این موضوع هشدار بده. در بخشی از این کتابش میگه که چیزی که به عنوان یکی از عوارض جنگ بیرون خواهد اومد این هستش که گرایش های تقویت خواهند شد که به صلاح عادت میکنن به اینکه برای رسیدن به اهدافشون از قدرت زور استفاده بکنن.
کوئرسیو کنترل بهش میگه، یعنی به قول معروف کنترل کردن از طریق زور، کنترل کردن از طریق فشار. و میگه که من خیلی بعید میدونم که اگر اینها جنگ رو با موفقیت از طریق این ابزار، یعنی از طریق ابزار نظامی در واقع به پایان ببرن و موفق بشن، میگه من خیلی بعید میدونم که بعد از پایان جنگ در دوران صلح اینها حاضر باشن که این نقش مهمی رو که پیدا کردن از یاد ببرن. و ما میدونیم که پیشبینیش کاملا درست از آب در اومد. چرا؟ چون بعد از جنگ جنرال ها در امریکا واقعا قدرت گرفتن، به نحوی که جنرال آیزنهاور اومد و لباس شخصی تن کردش و به قول معروف رئیس جمهور آمریکا شد. و این به معنی چیه؟ به معنی این استش که عملا این شیفت یا چرخش نه فقط در اقتصاد، نه فقط در صنعت، که در سیاست امریکا هم روی دارش. خب ما این هشدار رو شما در نظر بگیرید از جانب یک روشنفکر داریم در زمانی که اصلا این چرخش داره خودش شکل میگیره. تیزبینی فدریک هایک باعث میشه که در همون زمانی رو ببینه، پیشبینی بکنه و پیشبینیش هم درست از آب در بیاد. حالا نکته جالب این که چند سال دیرتر، یه چیز حدود مثلا 12 سال دورتر، یک روشنفکر دیگر امریکایی، جامعه شناسی به نام سی رایت میلز که تمام دانشجوهای جامعه شناسی میشناسن به خاطر اینکه واضع یکی از مهمترین و معروفترین مفاهیم جامعه شناسی هستش به اسم تخیل جامعه شناختی. وی میاد در یک کتابی که در 1956 به اصطلاح منتشر میکنه تحت عنوان قدرت نخبگان، یکی از معروفترین مطالعاتی که درباره بافت و ساختار نخبگان، کسانی که در امریکا در رأس قدرت هستند، انجام شده. وی در این کتاب میگه که من متوجه شدم که یه مجموعه ای از سه نیرو، در واقع مثلثی رو تشخیص میده، مثل همون مثلثی که الان ما در ایران داریم به طور مثال، ازش به عنوان مثلث سنتی قدرت ما در برنامه هامون در تلویزیون دیدگاه یاد میکنیم، میگیم متشکل از روحانیت، روحانیت محافظه کار که خامنه ای نمایندگی میکنه و بیت رهبری، سپاه پاسداران که نشون دهنده بازوی نظامی امنیتی اطلاعاتی نظام هستش، و بازاری ها که به اصطلاح گنده بازاری های جریان مؤتلفه رو نمایندگی میکنه. او هم در 1956 سیرایت میلز تشخیص میده که یک مثلثی در امریکا شکل گرفته و این مثلث اضلاعش به این صورت هستن. میگه از یه طرف شما جامعه سرمایه‌داری دیگه، میگه از یه طرف شما بیزنسمن ها رو دارید، کسانی که به قول معروف سرمایه‌دار صنعتی و اقتصادی و مالی و اینها هستند. یه ضلع دیگه سیاستمداران هستند، پولیتیکال لیدرز، رهبران سیاسی هستند که به عنوان یه بدنی حرفه‌ای سیاسی کار میکنن. و نکته جالب این که میگه ضلع سوم این در اون زمان 1956، فقط 12 سال از پیشبینی آقای فدریک هایک گذشته، میگه ضلع سوم این نظامی ها هستند. نظامی ها به معنی شاخه نظامی در واقع، صنعت نظامی، جنرال ها، پنتاگون، چیزی که به عنوان مثلا ما در ایران سپاه داریم به طور مثال. خب ببینید، پس در اون زمان این مثلث شکل گرفته و این جامعه شناس آمریکایی نکته که در کتابش میگه اینه که میگه قدرت به معنی واقعی کلمه در ایالات متحده در دست این مثلث هست که منافع مشترک دارن، منافع متقابل دارن، یعنی منافعی که در واقع همدیگر رو چیکار میکنن، همدیگر رو به صلاح تکمیل میکنن. و نکته جالب این که عنوان میکنه که ما در ورای اون چیزی که به عنوان نظارت دموکراتیک در یک دموکراسی میتونیم داشته باشیم، این مثلث هستش که دموکراسی آمریکا رو به پیش میبره. پس ببینید، ما داریم در مورد موضوعی صحبت میکنیم که به استثنای اونایی که خیلی شیفته ایالات متحده امریکا هستن، معمولا هم به خاطر اینکه خیلی از عدم شناختشون نسبت به آمریکا لذت میبرن، شما میبینید که یه ذره که برید، نمیخوادم بشینید کتاب بخونید خدای نکرده، روی همین اینترنت هم اگر جستجو بکنید میتونید پیدا بکنید
مطالبی که اگر غرض ناورزانه در واقع کنار هم دیگه قرار بدید، به شما داره میگه که بعد از جنگ جهانی دوم اقتصاد آمریکا و تابع اقتصاد آمریکا، دموکراسی در آمریکا چرخش کرده به سمت تامین منافع یک قولی به اسم قول به اصطلاح نظامی یا صنایع نظامی ایالات متحده. و نکته جالب این که همین موضوع رو ما از زبان جنرال آیزنهاور داریم که بعد از اینکه به اصطلاح به عنوان رئیس جمهور آمریکا داره خدمت میکنه، در گفتمان معروفی که شاید بشه گفت کاملا شناخته شده هسته، در 1961 دقت بکنید، ما یه اشاره داشتیم، گفتم سه تا نقل قول امروز میخوام بیارم. نقل قول اول از فدریک هایک برای 1944 بود، نقل قول دوم از به اصطلاح آقای سی رایت میلز جامعه شناس امریکای 1956، و چند سال بعد، فقط 5 سال بعد، یک نقل قول از به اصطلاح آقای آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا 1961. حالا نکته جالب این که در اون سخنرانی معروف خودش آیزنهاور اتفاقا به عنوان یک نظامی سابق، به عنوان کسی که رفته جنگ جهانی دوم رو برای آمریکا تموم کرده و پیروزی رو برداشته و برده، عنوان میکنه، ببینید پارادوکس سخنرانی آیزنهاور در همینه، عنوان میکنه که امریکا بایستی با توجه به اون تجربه موفق جنگ جهانی دوم یه قدرت نظامی قوی داشته باشه. میگه ما باید یه نهاد نظامی، military establishment، باید یک نهاد نظامی قوی داشته باشیم که از بهترین امکانات برخوردار باشه، قدرت واکنش سریع داشته باشه و آماده باشه که هر جایی خطری به وجود میاد برای نابودی ما وارد عمل بشه و چیکار بکنه؟ به نفع ما عمل بکنه. میگه ما تجربه تاریخی داریم و باید از این تجربهمون استفاده بکنیم. اما نکته که پارادوکس رو تشکیل میده اینه که با وجود اینکه حس نظامیگری و تجربه موفق جنگ جهانی دوم او رو هل میده به سمت اینکه این رو بگه، در این حال به عنوان فردی که حالا در پست ریاست جمهوری میبایستی حافظ فصلت دموکراسی دموکراتیک سیستم سیاسی امریکا باشه، حداقل در پایه های خودش اعلام خطر میکنه. دقت بکنید این اعلام خطر خیلی معروفه و همه اون رو میشناسن، در سخنرانی 17 ژانویه 1961 آیزنهاور هستش. میگه من هشدار میدم در مورد به وجود اومدن یک نفوذ ناخواسته، یک نفوذ خطرناک از جانب اون چیزی که در سخنرانی خودش به عنوان military industrial complex میگه، به اصطلاح مجموعه صنعتی نظامی. این مجموعه چی هستش؟ مجموعه ای هستش از به اصطلاح کسانی که در پنتاگون قدرت رو در اختیار دارن، به معنی فرماندهان، وزیر دفاع، مشاوران امنیت رئیس جمهور، فرماندهان قوای سگانه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و غیره، و از یه طرف هم صنایع نظامی، صنایعی که کارشون فقط در صورتی رونق خواهد داشت که سفارش بتونن دریافت بکنن از طرف کی؟ از طرف پنتاگون برای تجهیز هرچه بیشتر ارتش. حالا نکته جالب این که وقتی این ستا رو میذاریم کنار هم و میایم سراغ یک عنصر چهارم که برمیگرده به اون مثلثی که جامعه شناس آمریکایی سی رایت میلز عنوان کردش، شما میبینید که اون ضلع سوم مثلث که در سخنرانی آیزنهاور میگه مسئولیت داره که حواسش باشه این مجموعه صنعتی نظامی اونقدر قدرت نگیره که ماهیت دموکراتیک امریکا رو بتونه زیر سوال ببره، شما میبینید که بعد از دهه در واقع بعد از ریاست جمهوری آیزنهاور و به اون طرف که میاد به سمت شرایط حتی کنونی، بافت سیاستمدارانی که دارن قدرت رو در کاخ سفید، در کنگره، در سنای آمریکا به دست میگیرن متشکل از کسانی هستش که اونها هم بایستی حالا برای این میلیتری اینداستریال کامپلکس کار بکنن، برای این مجموعه صنعتی نظامی کار بکنن. یعنی ببینید اون مثلث تکمیل میشه. تا هشدار آیزنهاور
بحث بر سر اینه که چجوری میشه پرهیز کرد از اینکه مجموعه به دست این مثلث بیفته، ولی به نظر میرسه که این مثلث از یه جایی سوار بر کل قدرت میشه. درست شما اشاره کردید به شرایطی که در ایران اتفاق افتاد در دوره احمدی نژاد، اینا موفق شدن که این مثلث سنتی قدرت یعنی بیت رهبری، سپاه، بازار، موفق شدن مجموعه ارکان قدرت رو در کشور به دست بگیرن. یعنی شما در نظر بگیرید مقام ولایت فقیه رو دارن، پست ریاست جمهوری رو دارن، مجلس رو در اختیار دارن و از اون طرف هم قوای نظامی در اختیارشونه برای کارهایی که میخوام بکنن مثل پروژه اتمی و غیروزان. این اتفاق در امریکا در دهه 60 افتادش و از اون به بعد ما شاهد روی کار اومدن رؤسای جمهوری هستیم که شما میتونید همینجوری ردیف بکنید افرادی مثل نیکسون، جرارد فورد، کارتر، ریگان، کلینتون و غیره که یه شغل اصلی دارن، به اصطلاح شغل فرعیشون ریاست جمهوریه، یعنی در کاخ سفید هستن و امضا میکنن، هرچی که بیاد امضا میکنن، عکس میگیرن، سخنرانی میکنن، شوخی میکنن، نمیدونم از این داستانها دارن و اینا. یه موقع هم که بیکار میشن با منشی خودشون در دفترشون خانم مونیکا لوینسکی رو به قول معروف میبرن با هم دیگه صحبت میکنن و اینها. کارشون اینه، این شغل فرعیشونه به عنوان رئیس جمهور. اما شغل اصلیشون بر مبنای هشداری که این سه تا شخصیت تاریخی امریکا داده بودن در دهه 40، 50 و 60 عبارت است از این که در دنیا شرایطی رو فراهم بکنن که به واسطه اون شرایط ایالات متحده یا به طور مشخص بگیم این مجموعه صنعتی نظامی امریکا که فراموش نکنیم یک قول در واقع تریلیون دلاری هستش، یعنی هیچ عرصه اقتصادی رو شما پیدا نمی کنید که بتونه به پای اون برسه برای به قول معروف سرمایه گذاری اندک و سود بالا. شما صنایع نفتی هم دارید، صنایع نمیدونم بیمه، بانک، درمانی، هر شود انواع اقسام صنعت های مختلف مثل اتومبیل و غیر ذلک دارید، اما هیچ کدوم از اونها بهره‌وری صنایع نظامی تسلیحاتی رو ندارن، برای اینکه با سرمایه گذاری اندک چیزهایی تولید میکنن که به خاطر اینکه انحصارشون دست خودشون هستش قادر هستن هر قیمتی رو که میخوان روی اون بگذارن و به فروش برسونن. مگر اینکه بخوایم به سالهای بعد نگاه بکنیم که رقابت براشون به وجود اومد توسط کشورهای دیگه‌ای که شروع کردن به سلاح‌های مشابه تولید کردن. حالا پس میایم روی این داستان که رؤسای جمهور امریکا در واقع شغل اصلیشون در کنار شغل فرعی ریاست جمهوری دلالی فروش اسلحه برای صنایع تسلیحاتی آمریکا بود. و شما چه جوری میتونید این دلالی رو به قول معروف گسترش بدید؟ چون فراموش نکنید اینا حق کمیسیون هایی میگیرن باور نکردنی بابت اینکه موفق میشن مثلا یک کشور مثل عربستان سعودی رو وادار بکنن آقای ترامپ در یک سفر 110 تا 40 میلیارد دلار بتونه قول حداقل قولش رو گرفته ازشون، قول خرید اسلحه بده. شما اگر برید ببینید تمام جریاناتی که کار کردن این وسط تا یک چنین اتفاق بیفته، قشنگ میبینید چند ده میلیارد از این 140 میلیارد فقط و فقط میره برای به اصطلاح پرداخت کمیسیون ها، پرداخت حق حساب ها، چرب کردن سیویل ها، رشوه ها، واسطه ها، لابی ها و غیره. و نکته جالب اینه که انقدر این صنعت پرسوده که برای این شرکت های بزرگ تسلیحاتی میصرفه که بیان میلیارد میلیارد خرج بکنن برای اینکه بتونن قراردادهای بزرگ و کلان بگیرن. چرا؟ چون انقدر مارژین سود اینها، حاشیه سود اینها، درصد سودشون به زبان ساده بالاست که قشنگ میتونن دست و دلبازانه پولهای حسابی بدن برای اینکه این جریان بتونه به صلاح ادامه پیدا کنه. خب ما با یک چنین موقعیتی پس میبینیم که این تحول پیدا میکنه و از اون زمان شما میبینید چیزی به اسم صنعت جنگ یا به قول برخی بیزنس جنگ در ایالات متحده امریکا به صورت خیلی فعال راه میفته. و
من دعوت میکنم از کسانی که علاقمند به این موضوع هستن که به اصطلاح جزئیات اون رو ما نمیتونیم باز بکنیم، ولی میتونن از یک سری از کتاب زیاده در این مورد، ولی من سفارشی که میکنم این هستش که دوستان اگر تشریف ببرن به وبسایتی به اسم globalresearch.ca، CA مخفف کانادا هستش، یک مؤسسه تحقیقاتی کانادایی که در مورد صلح و جنگ کار میکنه، امنیت جهانی کار میکنه، و در اونجا کتاب‌های بسیار ارزشمندی در مورد قدرت این صنعت نظامی آمریکا میتونن پیدا بکنن. و به این ترتیب من حتی اینجا جناب بهبهانی عزیز لینکش رو هم برای شما میفرستم که اگر براتون امکان پذیر باشه از لحاظ تکنیکی بتونید این سفر رو نشون بدید دوستان ببینن که اونجا چه کتاب‌های خوبی هستش، به خصوص از یک محققی به اسم میشل شوسودوفسکی که جزء محققان بسیار خوب این آقای شوسودوفسکی و چندین کتاب داره که در همین لینک شاید قابل مشاهده باشه، قیمتاش هم گرون نیست، سفارش بدید. من چند تا از کتابایشون رو خوندم و واقعا با ذکر مستندات دقیق، اعداد دقیق اینها رو ارائه میده و شما فقط به این قدرت جهنمی صنایع تسلیحاتی میتونید پی ببرید. اما از اونجایی که برنامه ما قرار هستش که به قول معروف برنامه تاریخی نباشه، این رو به عنوان بستر من گفتم که بیایم تو شرایط کنونی، این رو میخوام عرض بکنم که بعد از این که این چرخش انجام شد و به قول معروف این مثلث موفق شد سوار بشه بر دموکراسی امریکا، دموکراسی امریکا تبدیل شد به یک دموکراسی در واقع دستکاری شده، تقلبی، قلابی، اینطوری میتونیم بگیم. یعنی شما دیگه اون اصالت اجتماعی رو که میتونید پیدا بکنید در به اصطلاح دموکراسی های غربی، برای اینکه مردم برن به معنی واقعی کلمه تعیین بکنن، رو ندارید. یکی از دلایل سادهش اینه که این صنایع نظامی انقدر پولدار هستن که هر بار در رقابت های انتخاباتی کاری که میکنن این هستش که میان و با ریختن پول هایی که برخی از مواقع رقم‌های باور نکردنی چند صد میلیون دلاری هستش، کاندیدای مورد نظر خودشون رو میرسونن به مثلا اون حدی که لازمه برای برنده شدن در انتخابات. خیلی خوب، از اون زمان شما میبینید که ماشین جنگی امریکا به راه افتاده و سعی کرده، بعد از جنگ جهانی دوم رو دارم عرض میکنم، سعی کرده که هر جایی که برانگیختن یک جنگ میتونسته سبب ایجاد یک بازار تسلیحاتی بشه، رفتن و این رو انجام داد. یعنی شما دقت بکنید جناب بهبهانی عزیز، در جنگ‌های بعد از جنگ جهانی دوم که آمریکا به طور جدی وارد شده، که تعدادش هم خیلی زیاده، اگر موارد کوچیک کوچیک رو وارد بکنیم خیلی زیاده، ولی من چند تاشو نام میبرم، شما حتی یک مورد پیدا نمی‌کنید که توأم با موفقیت نظامی باشه. از اون بدتر حتی موفقیت سیاسی هم برای آمریکا نداشت. یعنی هر مشاهدگری میتونه ببینه که یک جنگ بیهوده بوده که سالهای سال طول کشیده و در دل اون هیچ چیزی نصیب آمریکا نشده الا یک چیز: سفارش‌های بی‌نظیر میلیاردی برای صنایع تسلیحاتی. یعنی شما اگر نگاه بکنید، مثلا عرض میکنم یه نمونش، جنگ کره 1950 تا 1953، شما وقتی به این جنگ نگاه میکنید میبینید که در نهایت یه تیکه کره، شبه جزیره کره رو تونستن بکنن به اسم کره جنوبی و اون رو برای خودشون نگه دارن. کره شمالی عملا به عنوان یک قدرت مورد حمایت چین اونجا مستقر شد، چین دست نخورده باقی ماندش. سه سال جنگ به معنی واقعی کلمه کشت و کشتار در اونجا دستاوردی نداشته الا اینکه یه مجموعه‌ای به اسم کره جنوبی رو به وجود آوردن. و وقتی نگاه میکنید به کارکرد کره جنوبی، میبینید فقط یک کارکرد داشته و اون این که بتونه امریکا جای پایی در آسیای جنوب شرقی داشته باشه که به واسطه اون دائم نیاز به تجهیزات جدید، کشتی‌های بزرگ، ناوگان دریایی، پایگاه دریایی، پایگاه هوایی و غیره داشته باشه. خب همه اینا هم برای صنایع تسلیحاتی، یعنی برکت، برکت خالص. جنگ بعدی که به راه انداختش
1960 1975 15 سال جنگ ویتنام، در نهایت با در واقع اردنگی و آبروریزی مجبور شد شکست خورده اونجا رو ترک بکنه. میلیون ها نفر از مردم به اصطلاح ویتنام کشته، زخمی، شیمیایی خورده، میلیون ها تن مواد نارنجی اونجا ریختن، مواد شیمیایی اونجا ریختن، بمباران های بی نظیر چندین برابر جنگ جهانی دوم اونجا رو بمباران کردن، قتل عام کردن، بمب ناپالم ریختن و غیره و غیره. بدون کمترین نتیجه‌ای حاصل کار 15 سال جنگ فقط و فقط میلیاردها و میلیاردها دلار تسلیحات بودش برای صنایع تسلیحاتی به قیمت جان هزاران هزار سرباز امریکایی که اونجا کشته شدن. صدها هزار سرباز امریکایی، میدونید در یک مقطعی ایالات متحده 500,000 نیرو ارسال کرده بودش اونجا برای به قول خودش پایان دادن جنگ با موفقیت. شکست خورده اینها برگشتن کشته، زخمی، دارای عوارض PTSD یا عوارض بعد از جنگ، خودکشی ها، اعتیاد، که هنوز که هنوز قربانیان اون جنگ رو ما اینجا در خیابان ها به عنوان هوملس و بدون خانمان و گداهایی که سر خیابون هستن به عنوان وترن ها داریم میبینیم، بازماندگان اون جنگ. خیلی خوب، در همون دورانی که داره در ویتنام جنگ آفرینی میکنه، برای گسترش میدان جنگ هوس میکنن که به سراغ کوبا برن. اون ماجرای افتضاح خلیج خوک ها به راه میفته در 1961، شکست خورده برمیگردن. شما نگاه بکنید ببینید بعد از جنگ جهانی دوم هم، ببخشید بعد از جنگ ویتنام هم، همینطور روند جنگ هایی که ایالات متحده میره پاش، جنگ های از قبل محکوم به شکست هستش. میرن سراغ گرانادا به طور مثال، هممون میدونیم، میرن سراغ به اصطلاح پاناما، کشور پاناما رو تسخیر میکنه همین آقای نوریگا که داشتید بهش اشاره میکردید، رفتن سراغ جنگ اول خلیج فارس، یکی از بزرگترین جنگ هایی که وقتی شما نگاه میکنید به عظمت نیرویی که امریکا برداشت برد اونجا، متوجه میشید که چقدر این جنگ برای امریکا 1990-91 سودآفرین بوده، با در نظر گرفتن اینکه هزینه های این رو کویت و عربستان سعودی پذیرا شده بودن. از اون بر دخالت های ایالات متحده رو میبینید در بالکان، بالکانیزه کردن به اصطلاح منطقه، از بین بردن کشور یوگسلاوی، که جنگ های خانمانسوزی بین سرب ها، بوسنی ها و غیره به وجود آورد. یه منطقه‌ای که هر آن اگر نیروهای سازمان ملل پاشون از اونجا بیرون بکشن یه جنگ افتضاح به راه میفته، ولی در عوض سبب شد که کلی سفارش نظامی بتونن از طرف ناتو، نیروهای مجموعه نیروهای ناتو دریافت بکنن. در قرن 21 شما میبینید که این روند ادامه پیدا کرده، تشریف بردن افغانستان به قول خودشون برای نمیدونم سرکوب طالبان و القاعده و غیر و ذالک. امروز که داریم با هم صحبت میکنیم هنوز هیچ اتفاق مثبتی اونجا نیفتاده، طالبان همچنان قدرتمند اونجا هستن، القاعده همچنان عمل میکنه و علاوه بر اون داعش هم داره مستقر میشه، این هم شاهکار درخشان دیگه. ولی شما نگاه بکنید 16 سال سفارش تسلیحاتی برای صنایع تسلیحاتی امریکا به واسطه یک جنگ. به جنگ عراق نگاه بکنید، و حالا هم که داریم با هم صحبت میکنیم کم کم داریم وارد مقوله میشیم که به لیست جنگ های پر افتخار ایالات متحده امریکا بعد از جنگ جهانی دوم مورد سوریه رو اضافه بکنیم و به تدریج میریم سراغ موارد جدید. حالا همه اینا رو گفتیم که بینندگان ما بدونن که سیاست خارجی ایالات متحده امریکا و تابع اون، چیزی که به عنوان دیپلماسی جهانی مطرحه، روابط خارجی بین کشورها، بلوک شرق، غرب و امثال اون، در نظر بگیرید که وارد مقوله‌ای داریم میشیم که کاملا مشخص میکنه ما در امریکا یک حکومت، بعضی ازش از کلمه اصطلاح نظامی به کار میبرن حکومت نظامی، ولی تداعی میکنه حکومت نظامیان، ولی ما بعد داریم وقتی میگیم حکومت نظامی در واقع حکومت صنایع نظامی داریم. خب بازم اینجا یه دهی ممکنه بپرم وسط بگن ای بابا نفتم که مهمه، کامپیوترم که مهمه، فیسبوکم که همه اینا مهمه، ولی شما نگاه بکنید
به چرخشی که سیاست های امریکا تابع این چرخش دهه چهلی قرن بیستم اقتصاد امریکا پیدا کرده و به عنوان یک چرخش ماندگار به وجود اومده. حالا آیا این جریان های جدیدی که در اقتصاد دارن شکل میگیرن موفق میشن این چرخشه؟ الان میشه چقدر میشه؟ حدودا 70 ساله رو میتونه این چرخش 70 ساله رو تغییر بده در اقتصاد آمریکا؟ به قول فرنگی ها وی ویل سی، خواهیم دید. ولی چیزی که الان داریم با هم صحبت میکنیم این استش که طرحی که چند روز پیش در کمیسیون همین تقریبا میشه گفت دیروز فکر میکنم رقمهاش مطرح شدش، در کمیسیون دفاع سنای امریکا مورد تصویب قرار گرفتش. رئیس این کمیسیون هم طور که میدونید آقای مککین هستش. آقای مککین معرف حضور ایرانی ها به خصوص هست، چون در طول یک دو سال اخیر خیلی همچین بین اپوزیسیون ایرانی علاقمند پیدا کرده، بنابراین معرف حضور همه هستش که به قول معروف قرار الان نقش ناجی افسانه‌ای ما ایرانی ها را ایفا بکنه انشالله رحمان. ولی نکته بسیار مهم اینه که آقای مککین به عنوان یک نظامیگر سابق، یکی از شناخته شده ترین چهره های وابسته به این لابی قدرتمند صنعتی نظامی سیاسی هستش. یعنی هر سه اینها یه جوری میتونیم بگیم در وجود آقای مککین چی شده؟ به اصطلاح خلاصه شده. اولا بینندگان ما باید بدونن که آقای مککین علاوه بر اینکه سناتور هست تصادفاً میلیونر هم هستش. اینو بس دقت داشته باشیم، حالا ثروت دقیقش رو فقط خداوند یکتا میدونه، ولی چیزی که مسلمه اینه که ایشون شناخته شده است به عنوان یک ثروتمند میلیونر، یک سناتور میلیونر مجلس. خب پس میبینیم که به نظر میرسه این رژیم غذایی فروش اسلحه برای صنایع تسلیحاتی به مزاج آقای مککین و آقای مککین ها در سنای آمریکا، در کنگره آمریکا، در ساختار سیاسی آمریکا همچین سازگاره و خوب. از یه طرف خودش نظامی بوده به عنوان خلبان جنگی که قتل عام میکرده مردم ویتنام رو، دارای سوابق بسیار طولانی در کشتار مردم هستش، در بمباران روستاها و مناطق مسکونی ویتنام هستش، و لذا اونم باز یه پرونده درخشانی واسش به وجود میاره که نشون میده چقدر نسبت به موضوعات به اصطلاح نظامیشون بیعلاقه میتونه باشه. و این مثلا از یه طرف یک سناتور جمهوری خواه دست راستی ضد کمونیسم و ضد روسیه و نمیدونم ضد اسلام و ضد همه ضدا هستش، قربونش برم. و ایشون شما میبینید که بی خود نیستش که به عنوان سفیر جنگ شناخته میشه. یعنی هر جایی که قرار هستش کلید جنگی از طرف این لابی قدرتمند که پشت سرش دولت امریکا قرار داره خورده بشه، سرکله ایشون رو پیدا میکنید. من در یکی از این برنامه های تلویزیون دیدگاه هم گفتم شما رد ایشون رو در کردستان پیدا میکنید، در عراق پیدا میکنید، در افغانستان پیدا میکنید، در به صدا یوگسلاوی سابق پیدا میکنید، در اوکراین پیدا میکنید، در لیبی پیدا میکنید، در سوریه پیدا میکنید، و به قول برخی از اسناد تصویری جلسات مشترک با فردی که بعدها قرار رئیس القاعده بشه به عنوان ابوبکر البغدادی پیدا میکنید. بنابراین مشخصه که شغل و کاریشون چه هستش. حالا همه این پرونده درخشان نجات بخش آینده ایران آقای مککین رو گفتم که بگم ایشون رئیس کمیته دفاع سنا هستش و معروف به این که هر بودجه فرق نمیکنه که چند درصد افزایش باشه، چند هزار درصد افزایش باشه، هر چیزی که از طرف کاخ سفید پیشنهاد بشه به این کمیته، ایشون سالهای سالها نه این بار سیستماتیک اون بودجه رو محکوم میکنه به عنوانی که به اندازه کافی نیستش. سیستماتیک، خوب دقت بکنن این کلمه معناش چیه بینندگان عزیز. یعنی که فرق نمیکنه که رئیس جمهور آمریکا صحبت از این باشه که یه بودجه 500 میلیاردی پیشنهاد بده یا 900 میلیاردی پیشنهاد بده، 900ی رو بده هم آقای مککین میگه بازم کمه. این چیزش هست، به قول معروف
آتویی هستش که همیشه در اختیار داره. خیلی خوب، شما میبینید که عملا این آقای مکین در سال برای بودجه سال 2018 هم زمانی که آقای ترامپ با میدونید که خود ترامپ در همون روزهای اول ریاست جمهوری خودش اعلام کردش که من میخوام یه چیزی معادل 60 تا 65 میلیارد دلار بودجه نظامی امریکا رو افزایش بدم. خب دیگه خبر از این خوشایندتر به گوش آقای مکین و دار و دسته و این لابی تسلیحاتی که نمیتونست باشه. اما زمانی که بودجه رو ارائه داده آقای مکین طبق معمول گفته نه عزیز، این کافی نیستش. خب پس باید چیکار بکنیم؟ بایستی با اجازه اینو افزایشش بدیم. شروع کردن در این کمیسیون، چند روز در حال بررسی این بودن، شروع کردن به بررسی و گفتن حالا چجوری میتونیم، چه بهانه‌ای میتونیم پیدا بکنیم که این رقمه رو ببریم بالا. چون فراموش نکنید دیگه به هر حال هر هزار دلاری که داره میره بالا یه چیزی به جیب آقای مکین و دار دست و مافیای لابی و غیر و ذالک باید میرسه دیگه. بنابراین هر چقدر که جا داره باید چونه زنش. خب الان صحبت از چی هستش که خیلی بازارش رونق داره؟ این روسا پدر سوخته ها تو انتخابات آمریکا دخالت کرد. خب دیگه بهانه بهتر از این؟ یه مقدار پشت پرده میدن به برخی از رسانه ها، مثل همین برادران زحمتکش سی ان ان به طور مثال، و اینا باد میکنن این داستانی که آی روسا اومدن، آی روسا دخالت کردن، آی اینا هک کردن، ال کردن، بل کردن. حاصلش رو میخواید ببینید که اینا قراره به کجا برسه؟ یهو میبینید که ماجرای تلاش صادقانه روزنامه نگاران سی ان ان برای افشای توطئه های پشت پرده و دخالت ورزی های روسیه و غیر و ذالک سر از کمیته دفاع سنای آمریکا در میاره. یعنی به قول معروف حاصل تلاششون ریخته میشه تو جیب کی؟ تو جیب صنایع تسلیحاتی آمریکا. چرا اینو عرض میکنم؟ برای اینکه در این به قول معروف جلسه ای که سنای آمریکا برگزار کرده که بودجه سال 2018 دفاعی آمریکا رو بررسی بکنه، اومدن و یه چیزی رو به قول معروف در راستای بحثی که هستش عنوانش هستش به اصطلاح 2018 National Defense Authorization Act، یعنی لایحه اجازه یا تجویز بودجه دفاع ملی سال 2018. بسیار خوب، اومدن گفتن که آقا ما آقای ترامپ شما بودجه‌ای که پیشنهاد دادید خیلی خوبه، ولی متاسفانه یه سری چیزا رو در نظر نگرفتی عزیز و ما اینو باید برات حلش بکنیم، ما میخوایم اینا اضافه بشه. گفته مثلا چی دوست داری عزیز اضافه بشه؟ خوب دقت بکنید. اومدن گفتن آها یه لایحه‌ای ما داریم که خیلی مهمه و هدف اون، آقای مکین اینو گفته ها، هدف اون، این جملهش رو من میگم، The deter Russian aggression، یعنی ممانعت از تهاجم روس ها. حالا این تهاجم چیه؟ همین ماجرای حک و نمیدونم انتخابات رو، نتایجش رو دستکاری کردن و غیر و ذالک. و بعد اینو وصلش کرده به کجا؟ وصلش کرده به این که این نشون دهنده اینه که روسیه اصولا سیاست تهاجمی پیش گرفته، میخواد ما رو نابود بکنه. خب کجا میخواد شما رو نابود کنه؟ گفته اروپای شرقی، اونجا پدر سوخته میخواد حمله بکنه، اروپا رو بگیره، ناتو رو نابود بکنه و تمام کشورهای متحد ما رو تسخیر بکنه. خب باید چیکار کردش؟ ایشون میگه آها راه داره. راهش چی آقای مکین؟ میگه The European Deterrence Initiative EDI، یه لایحه. میدونید میگن آر میشینن در از 10 دقیقه می نویسن درست میکنن، یه دونه اسمم میذارن روش رو ارائه میدن. بسیار خوب، میگه آقا این ایدی آی رو ما باید اجرا بکنیم. حالا میپرسن آقای مکین چیه این ایدی آی؟ میگه عزیز باید بودجه زیادی رو ما تزریق بکنیم به اروپای شرقی که بتونیم اونجا در مقابل تهاجم حتمی برنامه ریزی شده پرتوطئه خطرناک روسها ایستادگی بکنیم. حالا در نظر بگیرید نه به باره نه به داره،
اما الان شما میبینید اصلا اهمیت نداره که روس‌ها میخوان کاری بکنن یا نکنن، مهم اینه که اینجا آقای مکین بتونه با این ایدیای خودش یه چند میلیون میلیاردی ببخشه چند میلیاردی اضافه بکنه به بودجه نظامی آمریکا. واسه همینم شما میبینید که اومدن در همینجا دارن مواردی رو پیش بینی میکنن که بسیار معنی داره، از جمله این که دارن میگن که آقا ما تصمیم گرفتیم یه مقدار ناچیزی پول، به طور مثال ببینید باید چیز بکنن دیگه، بایستی محمل درست بکنن اصطلاحاً برای پولی که میخوان از مالیات بگیران آمریکا و از دولت آمریکا به نمایندگی از کسی که پولا رو نگه میداره بکنن. گفتن مثلا ما میخوایم یه کمک امنیتی به اوکراین بکنیم. همین چند روز پیش آقای رئیس جمهور اوکراین پیش آقای ترامپ بودش، 500 میلیون دلار اختصاص دادن به این فقط برای اینکه شلوغش بکنن، چون رقمی رو که اضافه کرده آقای مکین به بودجه پیشنهادی آقای ترامپ، من وقتی بگم خدمتتون میبینید که در کنارش این 500 میلیون دلار پول خرد حساب میشه، مثلا پول تو جیبی حساب میشه، ولی 500 میلیون دلار فقط گذاشتن برای کمک به اوکراین و گفتن که اگر شما یه سری تغییرات در نهادهای دفاعیتون به وجود بیارید ما این پول رو به شما میدیم. تغییرات چی هستش؟ این نکته جالبه، من یه مقداری بررسی کردم برای آماده سازی برنامه. دارن بهش پیشنهاد میدن که ساختارهای نظامی خودش رو به گونه ای تغییر بده که ارتش اوکراین وابسته بشه به سلاحهای امریکایی، به تجهیزات امریکایی. خوب دقت بکنید، بنابراین یه 500 میلیون دلار به شما دستگرمی میدن، شما هم هول و هیجان زده اینو برمیدارید و برای اینکه بتونید اینو دریافت بکنید میرید و مثلا عرض میکنن تفنگ سازمانی ارتشتون رو عوض میکنید، یا نمیدونم قرار میشه که توپخانه‌تون رو مجهز بکنید به توپهای امریکایی. این 500 میلیون دلار هم گرفتید و خیلی خوشحالید، ولی بعد که ساختار به قول معروف تغییر یا مودیفیکیشن ها درش به وجود میاد، حالا میخواید توپخونه‌تون رو مجهز بکنید حسابی، حالا باید سفارش بدی عزیز، حالا باید یه 2-3 میلیاردی سفارش توپ بدی، حالا باید یه 10 میلیاردی سفارش تفنگ‌های شخصی برای چند صد هزار سربازت بدی. ببینید تمام داستان معامله‌گری هستش که چگونه میبایستی برای صنایع تسلیحاتی امریکا به اصطلاح پول ساختش. شما در نظر بگیرید حواسشون انقدر جمع بوده در این لایحه بودجه دفاعی امریکا که اومدن گفتن که آقا از این به بعد FBI که برای مقابله کردن با حملات ویروسی و اینها از یک ضد ویروس قوی که اصلیتش روسی هستش به اسم کاسپرسکی استفاده میکرده، گفتن آقا این ریشش روسه، کاسپرسکی ضد ویروس روسی هست، اینو باید عوضش بکنید. و حالا شما خواهید دید که فردا که طبق این لایحه FBI بایستی آنتی ویروس خودش رو عوض بکنه، ناگهان یکی از این شرکت هایی که یه رقم کوچیکی به جیب آقای مکین یا یکی دوتا از اعضای این کمیته دفاعی رسونده، 19 نفر اونجا بوده، ببخشید 27 نفر اونجا بودن رسونده، مثلا موفق میشن برای شرکت نورتون به عنوان آنتی ویروس نورتون یه سفارش همچین چرب و نرم FBI چند صد میلیونی دریافت بکنن. ببینید پس تمام داستان به قول معروف این هستش که چجوری میتونیم با همدیگه معامله بکنیم به نحوی که همه چی جور در بیادش. حالا میایم سر موضوعات جالب اصلی، و اون این که آقای ترامپ اومده بودش و بودجه ای رو پیشنهاد داده بود که با دستکاری هایی که حضرات کردن، یعنی شما در نظر بگیرید یه بودجه 603 میلیارد دلاری رو آقای ترامپ به کمیته پیشنهاد داده که آقا من میخوام 603 میلیارد دلار پولهای مردم آمریکا رو بگیرم و بریزم تو دست و پای پنتاگون که شما با صنایع تسلیحاتی بتونید با هم دیگه اونجا به قول معروف بخورید و بچرید، سهم ما هم یادتون نره. خیلی خوب، شما در نظر بگیرید آقای مکینی که معروف هستش به اینکه هر بودجه‌ای بهش بدی بگه کمه کمه باید بیشتر بدید، جناب بهبهانی عزیز
آمده و با اضافه کردن مواردی مثل همین داستان سیستم دفاعی ضد روس و غیر و ذالک خرجایی گذاشته روی دست ارتش آمریکا یا در واقع دولت آمریکا که باور نکردنی است. بذارید یه موردش رو به طور مثال خدمتتون بگم. یکی از مواردی که حکم میکنه این لایحه بودجه سال 2018 حکم میکنه برای نیروی دریایی آمریکا این که بایستی حداقل 355 کشتی جنگی داشته باشه. خب میدونید یعنی چی؟ یعنی این که ببینید خودشون دارن میگن، میگن the optimal mix، یعنی برسه به یه حد به سلابیه ترکیبی که جنبه حد اکثری داشته باشه. حالا این کلمات رو وقتی که معنی خواهیم کرد من فقط دارم الان جنبه های فنی و به سلاب مالیش رو دارم توضیح میدم، میایم رو جنبه سیاسی که معنای این کارهایی که دارم میکنن چی هستش. ولی اجازه بدید برای اینکه از خط بحثمون خارج نشدیم نگاه بکنیم ببینیم که قراره چی کار بکنن. و داره میگه که من دعوت میکنم، یعنی این لایحه داره دعوت میکنه به این که دست کم 13 کشتی که داریم میگیم ناوگان های بزرگ هواپیما بر رو داریم میگیم، ما یه موقع فکر نکنیم این قایق ها و بلم ها رو داریم صحبت میکنیم، میگه 13 تا سال دیگه بایستی اضافه بشه به ناوگان دریایی امریکا. آقای رئیس جمهور ترامپ چند تا پیشنهاد داده بود اضافه بشه؟ طبق سندی که در این مورد منتشر شده 5 تا. آقای مکن گفته نخیر 5 تا کمه، ما هم میایم به اصطلاح 8 تا دیگه میذاریم روش 13 تا. و دقیقا هم توضیح میده. یه موردش پس اینه، میخوام بگم به بودجه پیشنهادی 603 میلیارد دلاری ترامپ بابت چی اینا پول اضافه کردن. 13 تا ناو جدید جنگی که هر کدومش به قول معروف چند صد میلیون دلار هزینه داره. از اون طرف 94 تا هواپیماهای F-35 به اصطلاح جنگی جدید که جالب این استش که بدونیم هر کدوم از این هواپیماهای F-35 بالای 1 میلیارد دلار هزینه ساخت داره. یعنی این شرکت لاکهید مارتین که تولید کننده اینها هستش بابت هر کدوم از اینا 100 میلیون دلار داره سود میبره، به خاطر اینکه قیمت فروششون بالای 1 میلیارد دلار هستش. شما تصور بکنید فقط در یک رقم یه چیزی نزدیک به 100 میلیارد دلار هزینه جدید تولید هواپیماهای F-35 که هواپیماهای جنگنده هستن اضافه کرده، که 60 تا بره برای نیروی هوایی، نمیدونم 24 تا بره برای تکاورا، 10 تا بره برای نیروی دریایی و غیر و ذالک. آقای ترامپ گفته بوده چند تا اضافه بکنن؟ خوب دقت بکنید 24 تا. آقای مکین 24 تا رو کرده چند تا؟ 94 تا، 70 تا بیشتر. حالا 70 تا 1 میلیارد 70 میلیارد میشه دیگه، چش گاو اصلا مهم نیستش. در نتیجه میایم روی این داستان که تیکه به تیکه اینا رو اومده اضافه کرده. و مثلا عرض میکنم آقای مکین گفته که آقا ما خیلی دوست داریم سرباز بیشتر داشته باشیم. گفتن چقدر بیشتر دوست داری داشته باشیم؟ آقای ترامپ گفته بودش که آقا من میتونم 1000 تا بیشتر اگر میخوای. گفته نه نه 1000 تا کم عزیز، بکنش 15000 تا. کردن 15000 تا. حالا در نظر بگیر هر سربازی چقدر تجهیزات میخواد، چقدر امکانات میخواد، چقدر سرویس میخواد، چقدر پشتیبانی میخواد، تمام اینا شرکت های خصوصی حاضر آماده برای ارائه خدمات. یعنی پول بیشتر در جیب این صنایع. در نتیجه در مجموع خوب دقت بکنید، در مجموع کاری که کردن اینه که اومدن و این بودجه به اصطلاح پیشنهادی رو تبدیلش کردن به یک بودجه با اجازه 700 میلیارد دلاری. یعنی 97 میلیارد دلار دار دسته آقای مکین و باند تبهکار فروشنده اسلحه و لابی تسلیحاتی که عضو کمیسیون به اصطلاح نیروهای مسلح سنا هستن و ما میدونیم که برای ورود به این کمیته تا زمانی که پدرخوانده کمیته که مکین باشه برای سالهای سال الان وی در رأس این پست هستش، محال شما بتونید اونجا راه پیدا بکنید تا از پشت پرده مورد تایید این پدرخوانده یا گادفادر قرار نگیرید. من فقط برای اینکه بینندگانمون بدونن
این بودجه به نسبت دوران آقای اوباما، من مثالی که از این منبع مورد استفاده دارم میارم سال 2011 هستش. در سال 2011 بودجه دفاعی آمریکا در دوران آقای اوباما، سال آخر تقریبا میشه گفت ریاست جمهوری دوره اول اوباما، رسیده بودش به 549 میلیارد دلار. الان برای 2018 قراره بشه چقدر؟ 700 میلیارد دلار، 151 میلیارد دلار بیشتر. و حالا شما تصور بکنید بینندگان عزیز که این جریان هلت کری که آقای ترامپ را انداخته برای بیمه سلامتی و غیر و زالک، صحبت بر سر واقعا چند ده میلیارد دلار هستش، چند ده میلیارد دلار، و در برخی از مواقع مثلا برای پوشاندن یه جمعیت تقریبا میشه گفت 15 20 میلیونی 3 میلیارد احتیاج هستش، 4 میلیارد که بشه یه حداقلی از پوشش تامین اجتماعی رو به اینها داد. و شما تصور بکنید با داس و شمشیر افتادن به جون این که پیش بینی داره میشه تا 2026 یه چیزی حدود 25 میلیون آمریکایی که بیمه دارن، الان که داریم صحبت میکنیم بیمهشون رو از دست خواهند داد، ولی در این حال تزریق میلیاردی پول به سمت صنایع تسلیحاتی. پس تمام عاشقان و شیفتگان ایالات متحده و از جمله این باندی که الان در رأس قدرت هست، تمام دوستداران و هواداران و دلباختگان آقای مک‌کین یه مقداری در جریان قرار بگیرن که زمانی که صحبت از به قول معروف سیاست‌های خارجی امریکا میشه، ما در مورد چه داریم صحبت میکنیم. حالا اینو من میذارم به عنوان بستر بحثمون جناب بهبهانی عزیز، میام روی این نکته در بخش دوم که بر روی این ماشین جنگی 700 میلیارد دلاری که امسال هم در نظر بگیرید خیلی هم کمتر نبوده ها، دوروبر 600 میلیارد دلار، شما در نظر بگیرید این ماشین جنگی قرار برای کجا را بیفته، قرار چی کار بکنه. از اینجا به بعد دیگه میایم روی جنبه سیاسی قضیه و یه نگاهی بکنیم به دوروبر خودمون و اتفاقاتی که در این چند ماه گذشته، چند هفته گذشته، حتی چند روز گذشته رخ داده، برای اینکه ببینیم به قول قدیمی ها میگفتن این داره چاقو رو تیز میکنه برای منظوری هست، به سلام بی خود اینو تیزش نمیکنه، اینجوری پنتاگون رو دارن اسلحه توش تزریق میکنن. و شما در نظر بگیرید 700 میلیارد فقط بحث ارتش آمریکاست. البته عزیزان و دوستان در این میان فراموش نشدن، مثلا در مورد اسرائیل پیش بینی شده که یه رقم به اصطلاح فکر میکنم 55 میلیاردی از همین پولای مردم امریکا کمک میشه به اینکه امریکا بتونه برای اسرائیل، خوب دقت بکنید، دیوار موشکی بسازه، حفاظت موشکی بیشتر بسازه. پس به قول معروف ارباب اصلی فراموش نشده این وسط. اما سوالی که بایستی برای من و شما ایرانی مطرح بشه در این میان این استش جناب بهبهانی، که قرار با این ماشین جنگی 700 میلیاردی 600 میلیاردی به اضافه این میلیاردهایی که تزریق شده این طرف اون طرف چی حاصل بشه، چی به دست بیاد، این قرار کجا مصرف بشه؟ چون فراموش نکنیم اینا تولید میکنن و احتیاج دارن به اینکه مصرف بکنن، چون بارها من در برنامه ها گفتم که صنایع تسلیحاتی از این ویژگی برخوردارن که اگر مصرف نداشته باشه به شدت بازارشون کساد میشه. یعنی این مجموعه نظامی، صنعتی، سیاسی که قدرت رو در امریکا از دهه 60 تا حالا در دست داره و الان دیگه رسیدیم به اون خامه قضیه، این دار و دسته ترامپ که اومدن اینا، درست مثل سال 84 که سپاه موفق شد تمام ارکان قدرت رو یه دفعه در دست بگیره، اینا هم همین هستن. اینا وقتی تونستن یه جنرال جنگ طلبی که معروف به سگ دیوانه، سگ هار، مد مک، جنرال ماتیس رو بذارن به عنوان وزیر دفاع آمریکا، یعنی رئیس پنتاگون،
یعنی همه کاره نظامی امریکا، و از اون ور جنرال جنگ طلب مک مستر رو که اونم یه خل و دیوونه ای هستش مثل همین جنرال ماتیس، به عنوان مشاور امنیت ملی آقای ترامپ، دیگه فهمیدن بازی رو بردن، دیگه فهمیدن کارتاشون اونجای گذاشتن که درست مثل سال 84 که سپاه یه پاسدار برده به عنوان رئیس جمهور گذاشته، پاسدارا رو برده تو مجلس کرده نماینده، دیگه میدونست تمومه، تمام قدرت رو در دست داره. و دیدید 8 سال 800 میلیارد دلار از اون پول دزدیدن. 800 میلیارد درسته برای یک کشوری مثل آمریکا بودجه یه مقدار کمتر از یه سال وزارت دفاعش هستش، ولی شما در نظر بگیرید داریم در مورد اقتصادی صحبت کنیم، اینجا اقتصادشون نماینده تقریبا 50% مبادلات جهانی هستش، اقتصاد جهانی هستش. در مورد ایران در بهترین سالهاش نماینده 0.8% بوده، یعنی 1% اقتصاد جهانی رو هم نمایندگی نمی کرده. 800 میلیارد دلار در طول 8 سال اونجا پول زیادیه، بردن، چاپیدن، غارت کردن، جارو زدن کشور رو به قول معروف. و امروز در امریکا اتفاقی که داره میفته اینه که اینا الان تمامیت قدرت رو دارن به دست میگیرن. شما در نظر بگیرید جناب بهبهانی عزیز، در یک آن اینجوری که داره دیده میشه قوه مجریه یعنی کاخ ریاست جمهوری در دست آدمی هستش که در خدمت این لابی هست به صورت گله‌گشاد قضیه، چون تجربه عربستان نشون داد که طرف متوجه شده دنیا دست کیه، طرف متوجه شده کیا آوردن رئیس جمهورش کردن و برای چه منظوری، و داره انجام وظیفه میکنه به عنوان یک کارمند، داره انجام وظیفه میکنه، خودش هم که فن دزدی رو خوب بلده، بنابراین میگه با هم بیاد بخوریم، غارت بکنیم، کسی هم اگر صداش در اومد معرفیش میکنیم به عنوان اینکه فیک نیوز، دروغ، حقه باز، توطئه‌گر، تروریست یا یه چیزی شبیه به اینو، کارمون رو راه میندازیم. خب پس قوه مجریه رو در دست دارن، اکثریت در دست جمهوری خواه هستش، هم در سنا هم در مجلس نمایندگان، پس کنگره آمریکا رو هم در اختیار دارن. و نکته جالب این که از همین 2 روز پیش که به اصطلاح دیوان عالی امریکا رأی داد به نحو مثبت به طرح مهاجرت آقای ترامپ، برای همه مسجل شده که قوه مقننه هم به دست حضرات افتاده. و خبر خوش این که تا همین 1-2 سال آینده 2 نفر دیگه از اعضای این هیئت دادگاه عالی امریکا قرار هستش به خاطر کبر سن کنار گذاشته بشن، یا احتمال داره فوت بکنن، یا دیگه نمیتونن ادامه بدن. بنابراین آقای ترامپ سومی دو تا مهره دیگر رو هم میتونه وارد بکنه و چکار بکنه، و به این ترتیب 3 تا از آدمهای خودش رو در بالاترین نهاد قضایی کشور قرار داده باشه. خب ببینید پس میشه همون داستان ایران دیگه، قوه قضاییه دست برادران پاسدار لاریجانی، قوه مقننه در اختیار نمایندگانی که پاسدار هستن رفتن شدن نماینده، قوه مجریه هم در اختیار پاسدار احمدی نژاد سال 84. خب ببینید میرسیم به یه سناریو مشابه، و حالا میایم بر سر این نکته که خیلی خوب، اگر اینا تمامیت ابزارها و نهادهای قدرت رو دست گرفتن و دیگه اون داستان چکس اند بالانسی که میگن، یعنی توازن قدرت بین قوای سگانه عملا وجود نداره، رکن 4 دموکراسی رو هم که رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی باشه بی‌اعتبارش کردن. شما ببینید با همین سنگی که ماری که انداختن جلوی CNN به طور مثال، یکی از مهمترین شبکه‌های خبری امریکا رو چنان بی‌آبرو کردن که الان اینطوری که مشخصه به قول معروف CNN آینده بسیار بدی خواهد داشت، به خاطر اینکه رفت به طور جدی به پای داستان بی‌اعتبار کردن ترامپ، به پای داستان روسیه و غیر و ذلک، و از توش چیزی در نیومد و مشخص شد که حقه‌بازی هم کرده، دروغ هم چاپ کرده، به نحوی که مجبور شد 3 تا از مهمترین روزنامه‌نگاران، گزارشگران تحقیقی خودش رو اخراج بکنه چند وقت پیش، همین چند روز پیش. و لذا دیگه اون رکن 4 هم که نظارت رسانه‌ای بود به عنوان واچ‌داگ یا رصد، اون رو هم دیگه ما نخواهیم داشت. این میدونید یعنی چی؟ این یعنی اینکه
در نهایت پیش بینی که در 1961 ژنرال آیزنهاور در واقع کرده بود الان در 2017-2018 داره درست از آب در میاد و قدرت همونطوری که او پیش بینی کرده بود به صورت انحصاری خودش داره میفته در دست این مافیا، مافیای صنایع نظامی، بیزنسمن هایی که نظامی ها و سیاستمداران، اینا تعیین کننده خواهند. حالا صحبتی که مطرح میشه اینه که اگر این انحصار حضرات بر روی ساختار سیاسی، اقتصادی و قانونی در امریکا تکمیل بشه، با این ماجرای 600 و 700 میلیارد ها و این قراردادهای چند صد میلیاردی که به این اون دارن میدن چیکار میخوان بکنن؟ خیلی مشخص، یعنی از اینجا به بعدش اتفاقا رمز و راز کمتری داره. تا اینجا باید یه مقداری آدم بره سراغ عدد و رقم و تاریخ و اینا در بیاره، ولی شما از اینجا به بعدش میتونید متوجه بشید که چه اتفاقات داره میفته. و اتفاقاتی که داره میفته این نکتهش جالبه که قشنگ میبینید چگونه آقای ترامپ بر طبق چیزی که بهش گفته بودن ماموریتش این بود که برای مردمی که خسته از جنگ هستن، تو سرخورده جنگ عراق و افغانستان و اینا هستن، سرخوردن، امیدی ندارن به اینکه با جنگ بشه کاری کرد و اینا، میاد این همین حرفا رو میزنه که اصلا ما چیکار داریم بریم سراغ کشورهای دیگه. یادتونه آقای ترامپ در زمان دوران انتخاباتش چی میگفتش؟ ما مرض داریم مگه بخوایم بریم برای دیگران پول خرج بکنیم؟ به ما چه مربوطه که بذارید اونا، اصلا صدام رو اشتباه کردیم، ما برداشتیم سوریه هم بایستی یه جورایی باشه که بتونه تروریستا رو سرکوب کنه، اشتباه کردیم ما. ما باید خودمون رو بپردازیم، ما باید آمریکا رو بسازیم، ما باید بیایم داخل رو بسازیم. و با این گفتمان توده های ساده دلی رو که خبر ندارن پشت پرده چی داره میگذره اوورد و رأی اونها رو گرفتش. وقتی رأیشون رو گرفت، حالا این نمایش بود دیگه، اون جنبه این نمایشی دموکراسی هستش که شما باید بتونید ملت رو روز 8 نوامبر بیارید پای صندوق‌های رأی، یه رأی ازشون بگیرید، بعد بگه حالا برو 4 سال یا 8 سال دیگه پیدات نشه تا من ببینم چیکار می‌خوام بکنم. و متوجه این نکته میشیم که بعد از اینکه خرش از پل انتخابات گذشت، آقای ترامپ میاد و چیکار می‌کنه؟ میاد و اتفاقاً تمام سیاست‌های عمده اصلی خارجی امریکا رو هدایت می‌کنه به سمت اینکه خب حالا بایستی این چند صد میلیاردی که هر سال جمع شده در ارتش آمریکا رو و همینطور در متحدین آمریکا رو حالا باید آبش بکنیم. خوب دقت بکنید، همونطور که عرض کردم، ببینید اینا، شما وقتی کامپیوتر تولید میکنید، کامپیوتر بلافاصله بازار داره، میره مصرف میشه، 3 سال 4 سال بعدم کهنه میشه، تکنولوژی جدید میاد میندازن دور، جدید رو سفارش میدن. به همین ترتیب در مورد ماشین لباسشوییه، به همین ترتیب در مورد نمیدونم اتومبیل و غیره. اما شما به من بگید وقتی یه اسلحه تولید میکنید، این تا زمانی که مصرف نشه که سر جاش باقیه دیگه، شما هر 4 سال یه بار که نمیدید اسلحه سفارش بدید. والا ارتش بدبخت فلک زده ایران هنوز که هنوزه با جسه های آلمانی دهه 60 میلادی 50 سال پیش داره سر میکنه، با تانک های چیفتن قبل از انقلاب داره نیروی زرهی واسه خودش داره و اینا. والا پول دارن یا ندارن یه داستان دیگه است، ولی کار میکنه هست. خب اینی که شما مصرف نمی‌کنید دیگه تا زمانی که اتفاقی نیفته، دارید دستون دیگه، تو انبارتون گلوله دارید، نمیدونم همه چی دارید. کی شما سفارش دوباره باید بیایید خدمت لاکید مارتن و بوئینگ و غیر و زالک شروع بکنید به سفارش دادن؟ زمانی که اینا رو مصرف بکنید. بخواید مصرف بکنید باید جنگ باشه عزیز، پس باید جنگ رو انداخت تا اینا مصرف بشه، و الا اینا قرار باشه بره در انبارهای عربستان سعودی و امارات متحده و کجا همینجوری انباشته بشه، به چه دردی میخوره؟ کی دیگه بعدش میاد سفارش بده؟ حالا یه مقدار به داعش را میندازن، به قول معروف کمک میکنن به برادران داعشی، جبهه النصره درست میکنن، القاعده درست میکنن، انواع و اقسام برای اینکه یه رونقی ببخشن، جنگی باشه، بزنن، بکشن، سفارش بیاد و بچرخ و اینا. اما نیاز به قول معروف سفارش های اساسیه، و برای اینکه سفارش های اساسی بیاد باید انبارها رو اساسی خالی کردش، باید رفت یه کشوری رو تسخیر کرد،
باید جنگ های بزرگ را انداخت، باید جنگ های بین المللی را انداخت، جنگ های منطقه ای را انداختش. حالا یه نکته رو باید در نظر داشته باشید و اون این که زمانی که شما وارد این داستان تحریک برای آغاز جنگ میشید باید یه سری محاسبات رو بکنید. از جمله این محاسبات این استش که قدرت تخریبی طرف مقابل شما چقدر. موقعی که ایالات متحده میشینه یه دو تا چهار تا میکنه برای اینکه بدونه که اگر بخواد با قدرت‌های بزرگ در بیفته چه هزینه‌ای باید بده، میبینه هزینه سنگینه. با روسیه در بیفته، با کشوری مواجهه که برای نابود کردن چند بار کره زمین کلاهک هسته‌ای داره، یعنی بیش از 1000 کلاهک هسته‌ای، 1500 کلاهک هسته‌ای در اختیار داره. با چین بخواد در بیفته به همین ترتیب، چین قدرت بزرگ اتمی هستش، حتی اخیراً متوجه شده که با یه جوجه اتمی هم بخواد درگیر بشه مثل کره شمالی، باید خودش یا کشورهای متحد او در منطقه آماده پرداخت هزینه خیلی سختی باشه. یعنی کره شمالی در حمله اتمی به کره جنوبی، به ژاپن و پایگاه‌های آمریکا در منطقه تردید نخواهد. خب پس میبینیم که یه مقداری همچین بازی بازی کردن با خود این قدرت‌های بزرگ آسون نیست، ولی این به معنی نیستش که این قدرت‌های بزرگ رو باید به حال خودشون ول کردش، چون اگر ول بکنید کلی از دلایل توجیهی سفارش اسلحه، کار کردن روی سلاح‌های جدید، گسترش موشک‌ها، پیشبرد، الان در همین بودجه سال 2018 یه بودجه کلانی رو جناب مکین عزیز نجات بخش آینده ایران پیش بینی کرده برای گسترش نسل جدید موشک‌های دوربرد امریکا. به طور مثال دائم باید لولو خورخوره روسیه، چین، اینا با کره شمالی باشه که بشه برای مردم آمریکا جا انداخت که آه ما داریم 100 میلیارد از مالیات شما برمیداریم میدیم به این شرکت‌های بزرگ تسلیحاتی، واسه اینه ها ببینید خیلی خطرناکن ها، ببینید چه سلاح‌هایی دارن، ببینید چه موشک‌هایی دارن، میخوام بیان شما رو نابود بکنن، ما میخوایم از شما دفاع بکنیم. خب باید چیکار بکنن؟ اون لولو خورخوره ها رو همیشه داشته باشن، اما حواسشون باشه تا اونجایی که ممکنه سرشاخ نشن با اینها، چون هزینه خیلی زیاد داره. که البته این رو هم بگم ها، برای این جماعتی که ما داریم صحبت میکنیم شاید باورش برای بینندگانمون سخت باشه، ولی برای اینا در یه مقطعی حتی پرداخت هزینه درگیری اتمی با قدرت‌های بزرگ هم وارد مقوله میشه که قابل قبوله، یعنی میشه بهش فکر کردش. شاید رسیده باشن به اون، نمیدونیم، شاید هم هنوز نرسیده باشن، ولی فعلا علائم و شواهد داره نشون میده که خب چطور ما یه کار دیگه بکنیم حالا که داستان، چون میدونیم که مثلا روسیه بمبی در اختیار داره که با یکی از اونها قادره منطقه بزرگی از کل نیویورک رو، به اصطلاح شهر بزرگ نیویورک رو با خاک اکسان بکنه، یعنی از هر موجود زندهی بری بکنه. با اینو میدونه آمریکا، کاملا اطلاع داره و لذا میدونه به قول معروف با دم شیر زیاد نباید بازی بکنه، ولی همونجوری که گفتم باید مترسک و لولو خورخوره روسیه باشه که آقای مکین بتونه جنسشو بفروشه. پس باید رفت سراغ چی، سراغ کی، سراغ کجا، چی رو باید بهانه کرد، چی رو باید دستاویز قرار داد که بشه نه درگیر با قدرت‌های اتمی شد، نه در این حال این اسلحه ها توی انبار مهمات ها خاک بخوره، یه جوری مصرف بشه. چاره کار عزیز، این رو ما میدونیم، عبارت است از رفتن به سراغ کشورهایی که میشه به بهانه اونها جنگای حسابی رو انداخت، جنگای بزرگ رو انداخت، حسابی این انبارها رو خالی کرد، در این حال اون خطر مهمی که متوجه خاک امریکا میتونه مثلا باشه یا سایر کشورهای سرمایه‌داری این نباشه. حالا الان که داریم ما هم صحبت میکنیم شما یه لحظه نگاه بکنید به عملکرد آقای ترامپ، میبینید که با ضریب اطمینان بالا، نمیدونم بگم 80%، 90%، 99.99%، اونو میسپاریم به بینندگان و شنوندگان، شما میبینید با یه ضریب بالایی
سیاست خارجی آمریکا به سمت آغاز سری جدید جنگ هایی که ایالات متحده در اون یا مستقیم یا غیر مستقیم درگیر خواهد بود شروع شده. بذارید یکی دو موردش رو با هم ببینیم. شما اگر به تحرکات به اصطلاح طالبان و داعش در افغانستان نگاه بکنید، میبینید چقدر مبارکه، چقدر همزمانه، چقدر هماهنگ شده است، به قول فرنگی ها چقدر سینکرونایز شده، همزمان شده، همسو شده، همجهت شده. برای چی؟ برای اینکه توجیه بکنه حضور هرچه بیشتر ایالات متحده امریکا در افغانستان. و خبر خوب این که روز گذشته یکی از مقامات پنتاگون گفتش این نکته قطعی شده که ما چند هزار نیروی جدید به افغانستان خواهیم فرستاد. اینطوری که در برخی از منابع صحبت میکنن 4000 نیروی جدید تازه نفس امریکا داره برای افغانستان میفرسته. پس رویایی که آقای اوباما ترسیم کرده بود در مورد اینکه در 2011 پامون رو میکشیم بیرون، در 2014 تکمیلش میکنیم، اون که به باد رفتش. و تمدیدی که کردن تا 2016 یا 17 اونم امروز به باده. و الان دارن میگن نخیر، نیرو تازه میفرستیم اونجا، گسترش میدیم حضور نظامی خودمون در افغانستان. خب پس بینندگان ما به خصوص عزیزانی که به اصطلاح متعلق به کشور افغانستان هستن بدونن افغانستان یکی از میدانهای گسترش سیاست جنگ افروزی تیم جدید کاخ سفید و پنتاگون در ایالات متحده امریکا هستش. خیالشون راحت راحت که به این زودی ها نه فقط افغانستان چیزی به اسم صلح و آرامش رو نخواهد دید، که جنگ در اونجا تشدید خواهد شد و شما عزیزان شاهد ظهور جریان های رادیکال مذهبی تازه نفسی میتونید در اونجا باشید. با توجه به اینکه پرونده داعش داره در خاورمیانه بسته میشه، صادرات داعش آغاز خواهد شد و از جمله هم در ایران خواهیم داشت و هم در افغانستان. خب این یکی از مناطق هستش. از یه طرف ایالات متحده بعد از دیداری که آقای ترامپ در از عربستان داشته، به نظر میرسه که قبول کرده نقش فعالتر نظامی رو در یمن بازی بکنه. بنابراین با پول عربستان سعودی در حال حاضر ارسال تجهیزات، مشاورها، رایزنهای نظامی و پهپادهای جدید به سمت یمن در جریان هستش. این هم عرصه دومی خواهد بود که ایالات متحده در اونجا نقش آفرینی خواهد کرد. اما گلوگاه اساسیه که ایالات متحده قرار به اون چنگ بندازه و نظامیگری جدید خودش، خط و گرایش، ترند به قول معروف، گرایش جدید نظامیگری خودش در خاورمیانه رو گسترش بده، عبارت است از سوریه. سوریه جایی که در همین 3-4 هفته گذشته ایالات متحده با ساقط کردن 2 پهپاد متعلق به ایران یا نیروهای وابسته به ایران، با حمله هوایی به یک کاروان نظامی وابسته به جمهوری اسلامی یا نیروی قدس سپاه پاسداران، و همینطور با سرنگون کردن یک هواپیمای سخوی وابسته به نیروی هوایی ارتش سوریه، علاوه بر اون حمله موشکی که از کشتی کردش بابت به قول خودش حمله شیمیایی، شما میبینید اینا تحرکاتیه که داشته. سیل ارسال تسلیحات جدید به نیروهای به قول معروف غیر دولتی مسلح در سوریه آغاز شده، به کردهای سوریه داره سلاحهای جدید میده و همینطور به ارتش آزاد سوریه که مخالفین اسد هستند، و چندین جریان حتی رادیکال اسلامی رو ایالات متحده در حال حاضر داره سلاح بارون میکنه. یعنی انواع و اقسام تجهیزاتی که برخی از اونها میتونه سرنوشت جنگ رو از این رو به اون رو بکنه داره اونجا میفرسته. خود نیروهای آمریکایی دارن هرچه بیشتر و بیشتر در سوریه حضور پیدا میکنن و اینطوری که جناب بهبهانی پیش بینی میشه، به زودی ما
بعد از پایان داستان داعش، این رو خیلی از کارشناسا دارن میگن، خیلی از حتی مقامات دولتی دارن میگن، از آدم هایی که به عنوان تحلیلگر هستن دارن عنوان میکنن که نبرد واقعی در سوریه تازه قرار هست آغاز بشه. شما تصور بکنید یک کشوری که 6 سال جنگ داخلی به خودش دیده، در نهایت اومدن یه فرمولی پیدا کردن، عرشبت دولت سوریه، مخالفین سوریه، ترکیه، مخالفین دولت سوریه، ترکیه، روسیه، ایران اومدن افتادن وسط که بتونن یه فرمولی شاید پیدا بکنن این وسط که جنگ داخلی حالا اگر نگیم تموم بشه حداقل فعلا متوقف بشه. ایالات متحده با تمام قوا وارد صحنه شده و داره چیکار میکنه؟ شرایط رو برای آغاز جنگ واقعی در سوریه آماده میکنه. جنگ واقعی قرار کجا انجام بشه؟ خدمتتون عرض میکنم در مناطقی که الان خیلی ازش صحبت هستش، مثلا در همین شهر رقه که پایگاه آخر داعش هستش، همونجوری که امروز خبر رسید پایگاه آخر خودش در عراق رو که محلات خاصی در دل شهر موسل بود از دست دادن و اونها به تصرف ارتش عراق در اومد، الان همین سرنوشت در رقه در انتظار داعش هستش. به محض اینکه پرونده داعش بسته بشه، ولی جنگ چون باید ادامه پیدا بکنه، باید دشمن دیگری پیدا کردش، دشمن دیگری باید به قول معروف فراهم کردش و قراره اینطوری که مشخصه جنگ آغاز بشه بین نیروهای مدافع رژیم اسد، یعنی نیروهای خود رژیم اسد، نیروهای ایران و تمام جریانهایی که از اسد حمایت میکنند که شامل حمایت روسیه هم هست، از یک طرف، و از طرف دیگه تمام نیروهایی که مورد حمایت ایالات متحده هستند، یعنی کردها، ارتش آزاد سوریه، جریانهای رادیکال دیگری که دارن تغذیه میشن و به گفته برخی حتی پسمونده های داعش که میان به این جریانهای رادیکال میپیوندن برای اینکه از قدرت نظامی اونها استفاده بشه و جنگ واقعی اونجا شروع میشه در مناطقی مثل رقه برای کنترل شهر رقه و به ویژه در مرزهای شرقی سوریه، مرزهایی که به عراق از یک طرف و در جنوب شرقی به اردن وصل میشه و بسیار حساسه و امریکا میخواد کنترل این مرزها رو در اختیار داشته باشه که بتونه به اصطلاح حرف اول رو در سوریه بزنه. بنابراین کاملا مشخصه که با وجود اینکه ژنرال ماتیس وزیر دفاع امریکا روز گذشته اومد و اظهار کردش که امریکا نمیخواد در جنگ سوریه شرکت داشته باشه، ولی این حق بازی و دروغی بیش نیست، به طور عملی نیروهای آمریکایی در تدارک آغاز یک جنگ بعد از داعش در کجا هستن؟ در سوریه هستن. شما نگاه میکنید ببینید از این طرف اسرائیل که متوجه شده و در واقع این دیداری که داماد آقای ترامپ و مشاور اصلی او در زمینه خاورمیانه آقای جرد کوشنر داشت به اسرائیل، درست بعد از سفری که جرد کوشنر به اونجا داشته و چراغ سبزهایی که خود وی یه صهیونیست هستش، فراموش نکنیم یک یهودی صهیونیسته، از طرفداران پروپا قرص جریان توسعه طلب اسرائیل هستش آقای جرد کوشنر و به قول معروف کسی هستش که به عنوان نماینده نتانیاهو در کاخ سفید شناخته میشه. وی رفت به اسرائیل، چراغ سبز رو به نتانیاهو داد و از روزی که این سفر به پایان رسیده ارتش اسرائیل خمپاره باران و گلوله باران به اصطلاح مناطق مجاور بلندی های جولان رو آغاز کرده، تحت این عنوان که آقا دارن از اون ور به ما خمپاره میزنن، حسابی داره اونجا رو به یه منطقه جنگی تبدیل میکنه و الان بسیاری از کارشناسان دارن پیش بینی میکنن که اسرائیل داره خودش رو آماده میکنه برای وارد شدن به اصطلاح جنگی که بعد از داعش بین نیروهای مورد حمایت روسیه از یک طرف و نیروهای مورد حمایت آمریکا از طرف دیگه آغاز خواهد شد. که من خدمتتون عرض بکنم جناب بهبهانی عزیز، این جنگ در سوریه اگر به یاد داشته باشید واژه‌ای که همیشه به کار می‌رفتش، واژه‌ای تحت عنوان جنگ نیابتی، این داستان جنگ نیابتی، یه پرانتز کوچیک من باز می‌کنم،
به عنوان پروکسی وارز یا جنگ از طریق نیروهایی که شما رو نمایندگی میکنن، به جای اینکه شما خودتون مستقیم برید درگیر بشید، اونا برای شما میرن میجنگن. این یه داستان قدیمی داره. یعنی از زمانی که مثلا عرض میکنم ایالات متحده، سازمان CIA رفت در افغانستان و برای مقابله با تجاوز شوروی به اونجا نیروی به اسم طالبان رو درست کردش، این داستان جنگ پروکسی از همون زمان آغاز شد که بعد میبینیم از توش روایت های زیادی در میاد، از توش داعش در میاد، القاعده در میاد، از تو القاعده داعش در میاد، عرض شود این بر جمهوری اسلامی حزب الله رو داره، نمیدونم. میبینیم که امروز این جنگ های نیابتی وارد مرحله پیشرفته خودش شدن و هر کس این نیروهای نیابتی خودش رو داره که در واقع این ملت ها هستن، ملت هایی که باید با زندگی خودشون، با جان جوانان خودشون، شما به چهره شهر موسل نگاه بکنید، تصاویری که الان داره منتشر میشه تصاویر واقعا اپوکالیپتیک، آخر زمانی هستش، باور نکردنیه که از یه شهر باستانی زیبا جز خرابه چیزی باقی نمونده، درست مثل بلایی که بر سر شهر تاریخی حلب در سوریه آوردن. ولی این بهای به قول معروف انجام جنگ های نیابتی هستش. و الان که داریم ما هم صحبت میکنیم، باز یه مرحله داریم نزدیکتر میشیم، یه مرحله داریم پیشرفت میکنیم که من از این به عنوان جنگ های فرانیابتی نام میبرم. یعنی چی؟ یعنی جنگ هایی که علاوه بر این که نیروهای پروکسی شما، نیروهای نیابتی شما در میدون جنگ دارن می جنگن و مبارزه میکنن، شما خودتون هم از نزدیک دستی بر آتش دارید. قبلا از دور دست داشتید، سلاح میفرستادید، مشاور میفرستادید، مهمات با چتر میفرستادید و اینها، ولی الان خودشون هم به طور مشخص و مستقیم درگیر هستن. مثلا عرض میکنم در همین جنگ بعد به اصطلاح پسادایشی سوریه، شما در نظر بگیرید وقتی شروع بشه، هم نیروی آمریکایی ما الان در سوریه داریم با تجهیزات، با سرباز، و هم روسی داریم، و اینها درسته که در ظاهر نیروی کردها مثلا در میفته با نیروی حزب الله وابسته به ایران و اینها، یا جریان‌های شبه نظامی که ارتش بشار اسد تدارک دیده، درسته که اینها درگیر میشن با هم دیگه، ولی اگر لازم باشه نیروی امریکا، نیروی هوایی امریکا برای پشتیبانی وارد میشه، نیروی دفاعی ضد هوایی روسیه وارد میشه. بنابراین مثلا این من بهش میگم فرانیابتی، یعنی یه مرحله بالاتر از نیابتی هستش. دوران جنگ نیابتی با داستان داعش در واقع میتونیم بگیم پایان پیدا میکنه و وارد مرحله فرانیابتی میشیم که یه مقداری در واقع اگر اولی غیر مستقیم بود، دومی ترکیبی از غیر مستقیم و مستقیم هستش، که خبر خوش برای تمام جهانیان این هستش که انشالله رحمان بعد از این مرحله فرانیابتی که به نظر من زیادم دوامی نخواهد داشت، برای اینکه این رو بسیاری از کارشناسان نظامی پیش بینی کرده بودند، بارها و بارها ما شنیده بودیم که گفته بودند که زمانی که این گفته یکی از افسران عالی رتبه پنتاگون هستش که میگه امر بسیار خطرناک این هستش که نیروهای بیان یک جای جمع بشن و بدون اینکه هیچ کدومشون در پی کاهش تنش‌ها باشن، بدون ضابطه تعریف شده با همدیگه بخوان در تماس باشن. گفته که این تماس‌ها به جنگ ختم میشه و اینو ما داشتیم، همیشه این بوده و این بار هم عمل خواهد کرد. بنابراین مرحله فرانیابتی که در برگیرنده، اجازه بدید البته این رو بگم، من در برگیرنده سوریه به عنوان مرکز این نوع جدید از جنگ هستش، ولی به سرعت کشیده میشه به عراق، در این تردیدی نیست، به لبنان، این سه تا کشور حداقل هستش. ولی بعدش این نکته جالبه که به فاصله خیلی کوتاهی یه مرحله میره جلوتر، یعنی باز ما دیگه از اون مرحله غیر مستقیم این جنگ‌های فرانیابتی کم می‌کنیم، اضافه میشه به وجه مستقیمش. مثلا عرض می‌کنم در سوریه درگیری بین
دولت ها دقت بکنید، نه دیگه به اصطلاح عواملشون، نیروهای شبه نظامی وابسته به اونها، آغاز میشه بین این چند تا کشوری که بخوام عرض بکنم، در لبنان، در سوریه و در عراق. جنگ نیابتی به جنگ مستقیم اول بین غیر ابرقدرت ها شروع میشه، یعنی بین مثلا عرض میکنم ایران از یک طرف، عربستان سوریه از طرف دیگه، ترکیه از یک طرف، دولت سوریه از طرف دیگه، دولت لبنان به همین ترتیب، دولت عراق به همین ترتیب. دولت ها به جون همدیگه میفتن در قالب این مرحله در واقع مستقیم تر شدن جنگ فرانیابتی، و ما شاهد اون چیزی خواهیم بود که بهش جنگ منطقه‌ای میگن. یعنی شما در نظر بگیرید یه منطقه خاورمیانه رو که در اون دولت هایی که میخوام عرض بکنم با همدیگه مستقیم دیگه بعد از مرحله غیر مستقیم، مستقیم وارد درگیری میشن. دولت لبنان، دولت اسرائیل، دولت سوریه، دولت عراق، دولت اردن به خاطر مرز مشترکی که با سوریه داره، دولت ترکیه، دولت ایران، دولت عربستان سعودی و نوچه های عربستان سعودی. ببینید اینا در مرحله بعد وارد رویارویی مستقیمی میشن که دیگه اسمش جنگ فرانیابتی و اینا نیست، اون موقع ما میتونیم ازش به عنوان جنگ منطقه ای نام ببریم. حالا این جنگ منطقه ای چقدر طول بکشه، چقدر تخریبگر باشه و اینا، من خدمتتون عرض بکنم که چیز زیادی تهش از این کشورهایی که اسم بردیم، به ویژه کشورهایی که نقش مرکزی و محوری این وسط بازی میکنن، باقی نخواهد گذاشت. اتفاقا یکی از کشورهایی که داره در این میان نقش محوری و مرکزی بازی میکنه جمهوری اسلامی ایران هستش، که در لبنان حضور داره، در سوریه حضور داره، در عراق حضور داره، در یمن حضور داره. در نتیجه اون کشوری که در 4 جای مختلف یا شاید بیشتر مجبوره پاسخ بده به این سیر تحول جنگ فرانیابتی به جنگ مستقیم منطقه ای، جمهوری اسلامی ایران هستش. و لذا مطمئن میتونیم باشیم که اون کشوری که بیشترین آسیب رو در این جنگ منطقه‌ای تدارک دیده شده برای منطقه در جهت حفظ منافع سرمایه‌داری تسلیحاتی، حفظ منافع سرمایه‌داری جهانی که نیاز به یک چنین جنگی داره در این مرحله، خواهد دید کشور ما هستش. تردید نباید داشته باشیم که ما بایستی با یک جبهه متحد بزرگ متشکل از کشورهایی مثل اسرائیل، عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، مصر، از اون ور ترکیه، با پشتیبانی ایالات متحده امریکا روبرو بشیم. حالا ممکنه یه دهی بگن که آقا خب روس ها هم که پشت ایران هستن، روس ها هم که از جمهوری اسلام، بله روسیه حمایت خواهد کرد، ولی فراموش نکنیم برخلاف ایالات متحده امریکا که دست باز داره برای اینکه بیاد پشت این جبهه متحد عربستان و ناتوی اسلامی و اسرائیل و ترکیه و غیرزالک که بریزن به سر ایران و عراق و سوریه و غیرزالک، روس ها دستاشون بسته هستش. اگر میخواید بدونید چرا دستاشون بسته هست، به برنامه های قدیمی تر ما مراجعه بکنید که در اون توضیح دادیم چگونه این جریان جنگ طلب برای اینکه که روسیه نتونه نقش مزاحم رو در خاورمیانه برای پیاده شدن این طرح جنگ منطقه‌ای تمام عیار ایفا بکنه، رفته و بالا سر خود روسیه شمشیر داموکلس گذاشته. تمام مرزهای غربی روسیه الان محاصره هستش، دریای بالتیک الان محل انباشت و تجمع نیروهای ناتو هستش، ایالات متحده به طور تقریبا میشه گفت هفتگی سلاح و نیروهای جدید یا امریکایی یا متحدین ناتو اروپایی ناتو رو داره ارسال میکنه به سمت مرزهای به سلاح روسیه، به نحوی که روسیه مجبور شده در جمهوری کوچک بلاروس موشک‌های سنگین اسکندر مستقر بکنه و هشدار داده در مورد احتمال آغاز جنگ جهانی سوم در اون منطقه. پس ببینید روسیه برخلاف امریکا اونقدر دستش باز نیستش که در این جنگ تمام عیار منطقه ای بتونه بیاد تمام قد پشت بشار اسد یا حزب الله یا جمهوری اسلامی قرار بگیره.
100% تلاشش رو خواهد کرد، 100% حمایت سیاسی، نظامی، دیپلماتیک، تهدید و غیره همه اینا رو به کار خواهد گرفت. ولی میخوام بگم به نسبت اون اختیاری که امریکا داره برای با آتش کشیدن اون منطقه، روسیه برای ممانعت از با آتش کشیدن نه امکانات داره نه اونقدر دستش باز هستش. در نتیجه بریم به سراغ نتیجه گیری. نتیجه گیری این است عزیزان که شرایط جهانی همونطوری که داریم میبینیم و شرایط منطقه‌ای داره حرکت میکنه به این سمت که کشور ما، جمهوری اسلامی ایران به صورت مشخص، رژیمی که بر سر کشور ما هستش، ایران عزیزمون رو وارد مجادله نظامی بکنه که اگر کلید بخوره و تمام علائم الان هستش، من برای اینکه بینندگانمون بتونن نظرهای دیگر رو هم داشته باشن دعوت میکنم اصلا برید به یکی از رسانه های محافظه کاری که خیلی با احتیاط و به قول معروف نرم و اینها به این موضوع میپردازه، یعنی بی بی سی فارسی مراجعه بکنید. اگر که میدونید تحلیل هایی که در مورد شرایط ژئو استراتژیک میدن بدون نظارت مستقیم تحریریه اصلی بی بی سی نیستش. در مورد مسائل داخلی دستشون بازه تحریریه فارسی زبان، ولی در مورد استراتژی چون به منافع دولت بریتانیا برمیگرده خیلی اتفاقا سانسور و نظارت بر سرش هستش. یک مقاله ای رو منتشر کرده روز گذشته از یکی از تحلیلگران روزنامه نگاران و تحلیلگران بی بی سی تحت عنوان شهید سالس، و شما میتونید در مقابل این مقاله که تیترش هست آیا جنگ خاورمیانه، آیا خاورمیانه در آستانه یک جنگ جدید است، و شما میبینید که حتی این روزنامه نگار و تحلیلگر محافظه کار مورد نظارت تحریریه امنیتی اطلاعاتی بی بی سی هم در نهایت مجبور شده، با وجود اینکه همیشه بی بی سی سعی میکنه که نقش آلارمینگ یا هشدار دهنده نداشته باشه که دست رژیم ایران باز باشه برای سیاست های داخلی خودش، ولی این بار مجبور شده اعتراف بکنه به اینکه خطر جدی است. و به همین خاطر در پایان مقالش، خوب ببینید این دیگه نظر نمیدونم ما به عنوان یک جریان مثلا برانداز و اینها نیستش، نظر یه جریان اتفاقا همسو با رژیم هستش. ببینید چی میگه این تحلیلگر. میگه در صورت ادامه و تشدید تنش در روابط بین روسیه و آمریکا، آمریکا و ایران، ایران و عربستان، و رقابت مسلحانه برای چنگ آوردن موقعیت دست بالا در سوریه، در حالی که هر گونه مذاکره برای تشنج زدائی تعطیل شده، خطر بروز یک درگیری بزرگ در منطقه خاورمیانه جدی است. ببینید اینو دیگه برادران بی بی سی دارن به اصطلاح بهش اشاره میکنن. پس این بایستی بینندگان عزیز برای شمایی که بیننده و شنونده این مطلب هستید یک نکته رو آشکار بکنم، و اون این که اگر تحلیل دست راستی ترین جریان خارج از کشور، حالا من اسمش رو اپوزیسیون نمیذارم، و تحلیل جناح‌های رادیکال اپوزیسیون خارج از کشور یه نقطه اشتراک پیدا کرده و اون عبارت است از جدی گرفتن احتمال بروز یک جنگ بزرگ منطقه‌ای، شما عزیزان بایستی این نکته رو نمیگم بپذیرید، ولی کنجکاوی شما رو باید تحریک بکنه در مورد اینکه جدیتر درباره این خطر واقعا بسنجید. بنابراین جناب بهبهانی عزیز، از این صحبت مفصلی که وقت شما و بینندگان عزیز رو گرفتم اینگونه نتیجه گیری میکنم که خطر جنگ با توجه به پارامترهایی که در سه سطح جهانی، منطقه‌ای و داخلی است، که یه اشاره کوتاهی اگر من بخوام به شرایط داخلی بکنم این استش که جمهوری اسلامی بر اساس همون مقاله‌ای که جناب عالی فرمودید اگر فرصتی باشه در موردش صحبت بکنیم، رسیده به مرحله‌ای که باید یک انتخاب بسیار دردآور بکنه، و به نظر من تجمیع و ارتباط متقابل این سه سطح جهانی، منطقه‌ای و داخلی خبر از این میده که
راه گشایشی به جز جنگ به نظر میرسه که شاید باقی نمونده باشه. بسیار بسیار سپاسگزارم، ممنونم آقا. بله، من دلم میخواد که اتفاقا در این مقطع به این موضوع این مقاله شما که اشاره دارد به موضوع استحاله و اصلاحات بپردازیم و ببینیم که واقعا صحنه داخلی چگونه است. اون چیزی که معلوم و معین است این استش که شرایط اصلا قابل مقایسه با هیچ دوره ای نیست، حتی با 4 سال پیش هم نیست، یعنی علنی است. اون به اون فوش میده، اون یکی به اون فوش میده، یعنی هم چیزی تا حالا وجود نداشته. یعنی فرضی رو اینا گذاشته بودن تحت عنوان این که مثلا مقام عظما این اون ستونی است که این نظام بر او سوار است، یا بهش میگن ستون خیمه نظام، و اگه اون ستون رو از روی این چادر ورداری خب طبیعتاً چادر میخوابه و همه چی از بین میره. ولی بارها هم شنیده میشه که یکی از موضوعات اینه که مثلا در مورد انتخاب جانشین خامنه‌ای است، و اگه به تاریخ همین جمهوری اسلامی نگاه بکنیم، ورق بزنیم، متوجه میشیم که یه دوره‌ای همین دانشگاه امام حسین، دانشگاه امام صادق، همین دعواهایی که بعد مرگ مهدوی کنی مطرح شد راجع به اینکه اینو اون ورداشته و این میخواد ورداره و ثروتی که اونجا اندوختن، ولی بنیادش برای این بودش آقا ما برای ادامه و بقای نظام جمهوری اسلامی و این حکومت شیعیان که یه عده محدودی هم هستن، خب در جامعه اسلامی شیعیان عدد و رقمی نیستن و تفکرات خودشون هم دارن، گفتن برای اینکه این نظام رو بتونیم حفظ بکنیم باید این مدیر تربیت بکنیم، پرورش بدیم، و این دانشگاه امام صادق و امام حسین و اینا برای این بنیاد ساخته شد. و هنوز هم نگاهشون به ماجرا نگاه همون امام است، امام غایب، امامی که میآید، امامی که قرار است بیاید این مردم مظلوم رو نجات بده. اینا میخوان کارهایی بکنن ولی اون امام جلوشون رو گرفته و نمیذاره که اینا حرکت بکنه. و خامنه ای هم ظاهرا تلاش میکنه که در قوم و بین مثل مال خودش گرفتن یک کور و کری رو به نام آیت الله عراقی آوردن در همون روزگار که او تایید کرد که بله این روزخونه روزخون نیست بلکه ولایت مطلقه فقیه، و بعدم قصه هایی که ساختن. دعوای این ماجرا کار رو به اینجایی رسونده که طبق این مقاله شما دارم میخواد راجبش حرف بزنید و برای مردم روشن کنید. دعوت میکنم دوستان این بخش مقالات رو جدی بگیرید، این بخش رو به دوستانتون هم معرفی بکنید. بفهمید من نظر شما رو میشنویم جناب عرفانی نظری. بفهمید. مرسی. ببینید جناب بهبهانی، بس بر سر اینه که برای رژیم جمهوری اسلامی در زمانی که به اصطلاح ما در خیابان داشتیم شعار میدادیم و فکر میکردیم که میخواییم استقلال و آزادی به دست بیاریم، در همون زمان ماموریتی تعیین شد که این ماموریت خیلی واضح و روشن بود. من در برنامه های گفتم یه دهی از سرمایه‌دارای ایرانی 1354 اموال و ثروت‌های بسیار پر رونق خودشون رو در ایران فروختن و سرمایه‌هاشون رو به تل‌آویو منتقل کردن، برای اینکه می‌دونستن قرار 3 سال دیگه در ایران خبرهایی بشه. خبر عبارت بود از بردن یک رژیمی که فیلش یاد هندستون کرده بود و می‌خواست به یه ابرقدرت منطقه‌ای تبدیل بشه، در حالی که در استراتژی بلند مدت اسرائیل و حامیانش فقط قرار بود یک ابرقدرت در منطقه باشه، نه دوتا. بنابراین اگر رژیم شاه هوس به اصطلاح ابرقدرت شدن و بلند پروازی اونو نداشت، چه بسا میتونست تا الان هم ادامه پیدا بکنه. حالا فرض محالش وقت محال نیست. میایم به سراغ این که ماموریتی که برای رژیم جمهوری اسلامی تعیین شده بود این بود که از منابع بیکران کشور ثروتمند ایران استفاده بکنه و خاورمیانه رو به یک منطقه امن برای اسرائیل تبدیل بکنه.
خب این ماموریت سختی بود، مردم ما هم خبر نداشتن، خیلی در رویای استقلال آزادی جمهوری اسلامی و دموکراسی و اینا بودن و متوجه نشدن که این هیولاهایی که اووردن رأس کار به صلاح کارشون این استش که کشور ما رو بدوشن، اربابا بدن و یه مقدارش هم خرج بکنن برای اینکه عراق رو، سوریه رو، لبنان رو، کشورهای عربی بزرگ منطقه رو به خاک سیاه بشونن. خیلی خوب، این ماموریت تاریخی به حول قوه الهی با موفقیت انجام شد و همونطور که الان میبینیم به صلاح شاید بشه گفت بزرگترین جایزه تاریخ پیدایش و رشد و توسعه اسرائیل رو بشه به جمهوری اسلامی دادش، چنانچه یکی از وزرای کابینه نتانیاهو در پایان دوران احمدی نژاد همین 4-5 سال پیش گفت هیچ کس در سالهای اخیر بیش از احمدی نژاد به رشد و گسترش اسرائیل کمک نکرده، چون به واسطه مزخرفاتی که احمدی نژاد میگفت اسرائیل موفق شد آمریکایی‌ها رو مجاب بکنه که به اصطلاح بزرگترین سیستم دفاعی موشکی رو که تا اونجا فقط در اختیار آمریکا بود مفت و مجانی برای اسرائیل ساختن و افتخارم به این موضوع میکنن. بنابراین میبینیم که همش برکت بوده، از روز اول که صدام رو که دشمن قسم خورده اسرائیل بود نابود کردن تا بعد داستان لبنان، فلسطینی ها، حماس، بعد سوریه و غیره. حالا الان که به منطقه نگاه میکنیم میبینیم دیگه چیزی اونجوری در اختیار نیست، وجود نداره که جمهوری اسلامی بخواد بهش بپردازه و خدمت به اربابان خودش بکنه. پس بهتره که همون جوری که در تاریخ همیشه این مهره های در اختیار جریان ها و قدرت های پشت پرده در فاز نهایی خودشون قربانی میشن، حالا بهتره که قرار هستش این گاو نهمن شیرده که دیگه به اصطلاح شیری نداره یا شیری مورد نیاز نیستش قربونی بشه، چطوری که یه جوری ذبحش بکنیم که بتونیم یه شام حسابی ازش بخوریم. این ایده یه که الان در مورد نظام جمهوری اسلامی توسط اربابانش هست و اینکه آقا ما الان احتیاج داریم به این که خاورمیانه به آتیش کشیده بشه و دو سه تا سود حاصلش بشه. یه سودش عبارت است از این که ما یعنی اسرائیلی ها بتونیم در این خاورمیانه ویران هر جایی رو که لازم داریم بگیریم، تسخیر بکنیم و اسرائیل بزرگ رو که رویای مثلا 200 سالمون هستش بسازیم. آمریکایی‌ها میگن ما هم بدمون نمیاد به خاطر اینکه صنایع تسلیحاتی ما تا به بحثی که امروز داشتیم رونق حسابی پیدا میکنه. ترکیه هم بدش نمیاد برای اینکه فکر میکنه که قرار انشاءالله رحمان در خاورمیانه جدید یه بخشی از امپراتوری عثمانی احیا بشه. این آقا پسر جوونی هم که الان به عنوان ولیعهد عربستان سعودی اومده بدش نمیاد که بتونه شاید اون خلافت اسلامی رو که داعش میخواست را بندازه خودش به مرکزیت مکه به راه بیاندازه و کلی از این سرزمین هایی رو که در جنگ جهانی اول به این طرف در واقع کنده شد از امپراتوری عثمانی و کشورهای کوچولو درست کردن بر اساس قرارداد ساکس پیکو، این رو دوباره بیاره تحت لوای اسلام و واسه خودش اونجا یه منطقه و خلافت اسلامی را بده. پس هر کس به قول ضرب المثل چینی که میگفت یک بستر و دو رویا، خاورمیانه بستر و یک بستر و چند رویا شده برای خودش. این وسط اون به قول معروف گوسفندی که قراره در این یا بزی که بگیم در این داستان بزکشی بیفتن به جونش و هر کی یه تیکش رو برداره ببره و اینها عبارت است از کی؟ عبارت است از به اصطلاح کشور ما. خب زمانی که شما دارید نزدیک میشید به فاز اجرایی یک چنین سناریویی، بدیهیه که سران نظام، سران رژیم هم اینو میفهمن، درک میکنن که ای بابا مثل این که این چاقویی که صداش میاد دارن بیرون تیز میکنن برای ما هست، متوجه شدن. خب در چنین شرایطی چی کار باید بکنن؟ حالا فراموش نکنیم یه در مورد یه حاکمیتی داریم صحبت میکنیم که عملا همونجور که شما فرمودید توان مدیریت کشور رو که دیگه اصلا و ابدا نداره، خاطر اینکه مدیریت اعمال نکرده و
و هر کسی که به اندازه سر سوزنی از علم مدیریت خبر داشته باشه این نکته رو میدونه که یه مجموعه ای رو که شما مدیریت نمی کنید هلش میدید به سمت مشکلاتی که گسترش پیدا میکنه، افزایش پیدا میکنه، تعمیق میشه و میره برای چی؟ برای بحران. اصطلاحا مشکل به بحران تبدیل میشه. تا زمانی که این بحران قد و قواره و اندازه آن به حدیه که زور مدیریتی شما به اون میچربه، میتونید امیدوار باشید که این بحران رو یه جوری کنترل بکنید، جمع‌جور بکنید و حلش بکنید. اما وای به روزی که تعلل بکنید و برسید به جایی که بحران ظرفیتی که داره برای تخریب از ظرفیتی که مدیریت شما داره برای ممانعت تخریب بالاتر بره. اون موقع بحران شما رو مدیریت میکنه، میخورتتون. من چیزی که در این مقاله آوردم به عنوان یه شاخص که خواننده ها بتونن ببینن منظورم به طور دقیق چه مقطعی هستش، سال 88 آوردم جناب بوانس و گفتم که آخرین شانسی که نظام جمهوری اسلامی داشته تا بتونه از طریق چیزی به اسم جریان اصلاح طلبان نظام رو از رفتن به سمت سراشیبی بحران، یعنی با انتخاب احمدی نژاد نظام دچار یه خطایی شد که کشور رو و خودش رو انداخت توی سراشیبی. حالا فقط سراشیبی خب ادامه داره دیگه، تا برسه به مرحله سقوط جا داره. 4 سال بعد آشکار شد بر تقریبا میشه گفت بر بخشای مهمی از جناحای درون نظام مثل مافیای رفسنجانی، مثل تکنوکرات های دولتی، مدیران، فنسالاران، اصلاح طلبان، این بدیهی شد که کار تموم شده است اگر اینطور پیش بره. یادتون باشه وقتی که از میرحسین موسوی پرسیدن آقا شما خیلی وقت کنار کشیده بودید از این داستانا، چجوری شده دوباره برگشتید؟ نا گفت فقط به خاطر احساس خطری که برای کشور میکردن، که منظورش برای نظام بود دیگه، اومده بودن که نجات بدن، اومده بودن این به قول معروف سنگ در حال غلطیدن و سقوط نظام رو متوقف بکنن، شاید بتونن سر جاش برگردونن. اما خبط و خطایی که سپاه مرتکب شد در سال 88 و بیت رهبری هم اون رو تایید کردش، سبب شد که این فرصت آخر از دست بره. یعنی دیگه به اصطلاح تنها شانسی رو که میتونستن مانع از این بشن که بحران برسه به حدی که از ظرفیت‌های نظام فراتر بره، این رو نکردن. 4 سال دیگه هم با قدرت تخریبی بیشتر به همون مسیر رفت. در نتیجه در سال 1392 اینا متوجه شدن که عملاً کارشون تموم شده هستش و لذا اینو میخوام بگم که پذیرفتن که باید تغییر مسیر بدن. ولی شما در نظر بگیرید موقعی که در یه جاده صاف دارید میرید با یه سرعتی که سرعت معقولی هم هستش، تغییر جهت دادن، خط عوض کردن، پیچیدن، اینا کارهای ممکنیه. ولی زمانی که شما در یه سراشیبی هست و تازه سرعت 8 ساله هم گرفتید دارید توی این سراشیبی میرید، چرخش و پیچش و پیچ و اینا همچه آسون نیستش. این دقیقا همون اتفاقی بود که در 4 سال اول دوره روحانی افتاد. یعنی این 4 سال فقط برای این بودش که یه ذره پاها رو بذارن رو ترمز که این برسه به یه سرعتی که بتونن فرمون رو به خودشون اجازه بدن بپیچونن، چون در غیر صورت چپ میکرد نظام به سلام. و لذا دوره پیچیدن واقعی نظام از 1396 بود، از همین اردیبهشتی که پشت سر گذاشتیم بود، که آقا اون 4 سال ما فقط تونستیم اینو روحانی گفت یا آقای جهانگیری معاون روحانی گفت آقا کار ما در این 4 سال اول فقط این بود که خرابکاری‌های 8 ساله احمدی نژاد رو جمع جور بکنیم. یعنی میگه ما طرحی کاری چیزی نمیتونستیم انجام بدیم. که حالا بر مبنای ما میتونیم متوجه بشیم که پیچشه چرخه قرار بوده در واقع از حالا به بعد شروع بشه. خب اگر ببینید چقدر به قول معروف مسائل با هم دیگه به صورت پارالل اما همسو حرکت میکنه، اگر نظام جمهوری اسلامی بتونه
از ظرفیتی برخوردار باشه که به این دار دسته روحانی اجازه بده که اینا این پیچ رو بزنن، این چرخش رو در مسیر استراتژیک نظام به وجود بیارن. این احتمال وجود داره که سناریویی که داشتیم صحبت میکردیم یه درصد واقعا پایینی ها، نمیخوام هیچ گونه بارقه امید و خوشبینی کاذبی رو در شنوندگانمون به وجود بیارم، میشه امیدوار بود که یه درصد کوچکی شانس اجرایی شدن این طرحی که جنگ منطقه‌ای هستش با محوریت ایران کاهش پیدا بکنه. ببینید نمیگم از بین بره ها، کاهش پیدا بکنه. اما این منوط به چیه؟ منوط به این هستش که تیم روحانی بتونه دست باز داشته باشه برای اینکه تغییرات مهمی رو در خصوصیات ساختاری نظام به وجود بیاره و به واسطه این تغییرات یک سیر چرخش یا تحول استراتژیک در نظام به وجود بیاد. من در مقاله اسم اینو گذاشتم استحاله، یعنی گفتم داستان اصلاحات رو فراموش بکنید، اینکه ما بریم به سمت اینکه نرم نرم حرکت‌های مدنی انشالله رحمان، تشکل‌های مدنی به وجود بیاد، نشریات بتونن یه خورده آزادتر عمل بکنن، فیلمسازها بتونن با دست بازتر انشالله رحمان فیلم بسازن، اینا دورش گذشته. یعنی این ابرهای سیاهی که بالا سر منطقه داره جمع میشه خبر از یک طوفان پربارشی داره میده که میگه اون تصوری که شما میخواستید گل بکارید و منتظر باشید این گلهای انشالله در هوای مطلوب رشد بکنه که ببرید گلاب بسازید و با پول گلاب خوشبخت بشید و فراموش بکنید، این ابر سیاه داره میگه که باد و طوفان و تگرگ و بارانهای شدید و سیل در راه هستش، پس دیگه شما اون فرصت رو ندارید، باید طرحاتون رو عوض بکنید. و لذا داستان گل پروری و پرورش گل اصلاح طلبی رو باید فراموش بکنن و بیان به پای داستان استحاله، بیان به پای این که حالا با این شرایط جدیدی که بر خاورمیانه داره حاکم میشه ما میخواییم چی کار بکنیم. اینجا هستش که من بر این باورم یگانه رایی که در مقابل گزینه جنگ، فروپاشی، شورش، جنگ داخلی، جنگ آب، کشت و کشتار، نابودی ایران، تجزیه ایران که یکی از سناریوهای بسیار بسیار قوی هست و الان تمام برنامه داشتیم در مورد اون شرایط بیرونی اون صحبت میکردیم، تنها انتخابی که میمونه این استش که نظام این درایت رو، این هوش غریزی رو داشته باشه که بگه آقا اجازه بدیم دار دسته روحانی کلید مسیر استحاله رو بزنن و با سرعت توش پیش برن. حاصلش این خواهد شد که اگر موفقیت آمیز باشه، ببینید همش اگر موفقیت آمیز باشه 4 سال دیگه شما نظام جمهوری اسلامی استحاله شده ای خواهید داشت که ممکنه یه ظاهری، یه نمیدونم شکلی، اسمی از این چیزی که الان در 1396 هست داشته باشه، ولی از حیث محتوایی از محتوای جمهوری اسلامی گونه 39 ساله خودش خالی شده و تبدیل به یه موجود عجیب غریب دیگری شده. و این موجود عجیب غریب تنها کاری که تونسته بکنه این استش که اون سناریو تهاجم مردم، شورش مردم، انفجار اجتماعی، جنگ عام، قتل عام، فروپاشی اقتصادی، قحطی، رفتن به پای جنگ منطقه‌ای، کشت و کشتار، بمباران، تجزیه ایران رو به اصطلاح پرهیز کرده باشه ازش. لذا من این رو در این مقاله پیش بینی کردم که موضوع اصلاح طلبی، دوره 20 ساله اصلاح طلبی در ایران عملا میخ آخر به تابوتش زده شده، دورش تموم شده، برای اینکه نه برای اینکه یه عده هنوز سینه چاک اصلاح طلبی نیستن، به خاطر اینکه شرایط و زمینه مادی و ساختاری اون در جمهوری اسلامی وجود نداره، یعنی هر چقدر هم که دیگه کسی بشینه تئوری پردازی بکنه در این زمینه در مورد یه پدیده ناموجود دیگه داره صحبت میکنه، پدیده متحول شده به یه چیز دیگه تبدیل شده، دیگه از طریق اصلاحات قابل درمان نیست، مثل بیماری میمونه که شما در یک مقطعی میتونید با یه داروی خوبش بکنید، از یه مقطعی به بعد دیگه سرطان گسترش پیدا کرده یا باید ببریدش زیر درمانهای شدید
آنچنانی و جراحی یا کارش تمام. این الان اتفاق افتاده و لذا یگان شانسی که به نظر من برای نظام جمهوری اسلامی باقی مونده که بتونه یه تتمه ای از خودش رو حفظ بکنه فقط و فقط جریانی است به اسم استحاله طلبی که در حال حاضر حسن روحانی و دار دسته و حامیانش در ایران نمایندگی میکنن. این جریان رو هم برای اینکه کاملا مشخص باشه، اگر هموطنان اون فرصت ندارن به مقاله مراجعه بکنن که امیدوارم مراجعه بکنن، وقتی میگیم استحاله طلبی یعنی رژیم جمهوری اسلامی میبایستی سیاست خاورمیانه‌ای خودش رو عوض بکنه، پاش رو از کشورهایی مثل لبنان و سوریه و عراق و یمن و بحرین و غیر ذلک بیرون بکشه، دو دست از حمایت گروه‌هایی که اسرائیل میخواد با اونها تنگ تکلیف بکنه مثل حماس، مثل حزب الله، مثل دولت بشار اسد برداره و دست اسرائیل رو در این زمینه باز بذاره، سوم میبایستی سیاست حقوق بشری خودش رو به نحوی تغییر بده که حداقل هایی از استانداردها رو رعایت بکنه، چهارم میبایستی در زمینه توسعه موشک‌های دوربرد خودش به طور جدی تجدید نظر بکنه و اونها رو جمع جور بکنه و پای توسعه و گسترش اونها دیگه نره، و پنجم از همه مهمتر بایستی آماده باشه ساختار اقتصادی کشور رو برای پذیرایی از سرمایه‌های گسترده سرمایه‌داری جهانی باز بکنه. حالا وقتی که این لیست پنجتایی رو من به این پنجتا حداقل قناعت میکنم، ولی لیست طولانی تره، ما به همین پنجتا که نگاه میکنیم میبینیم که جمهوری اسلامی که قرار باشه دیگه در خاورمیانه دخالت نکنه، دست از حمایت از این کشور و اون گروه و اون سازمان برداره، موشک‌های اتمیش رو دیگه گسترش نده، حداقل حقوق بشر رو هم رعایت بکنه، اقتصاد خودش رو هم تبدیل به یک اقتصاد باز بکنه، اقتصاد بازار آزاد بکنه، عملاً آیا دیگه بهش میشه گفت جمهوری اسلامی یا نه؟ این اون علامت سوال بزرگیه که باقی میمونه. ولی این رو من دارم در این مقاله من سعی کردم تا اونجایی که ممکنه به قول معروف از نگاه فنی به قضیه نگاه بکنم، یعنی مسئله براندازی و سرنگونی و غیر و ذلک و اینها رو به قول معروف مطرح نکنم، برای اینکه بشه دید مسیرهای ممکن درون نظام به چه شکل هستش. در واقع زمانی که رفتیم و این رو من در این مقاله به صورت مختصر بررسی کردم، متوجه شدم که شانسی اگر برای نظام مونده دیگه نه شانس اصلاح طلبیه، نه شانس وقت کشیه، نه شانس کجدار و مریضیه، نه شانس دو پهلو صحبت کردن و اینها هستش. هر چقدر که جا و ظرفیت برای اینجور بازی ها و وقت کشی ها و حق بازی ها و دروی ها و سرد و گرم کردن و پلیس خوب پلیس بد بازی بوده، به نظر من طی شده و الان جمهوری اسلامی پای دیوار قرار گرفته. یا میبایستی گزینه جنگ، شورش های داخلی، تجزیه ایران، فروپاشی رو انتخاب بکنه، یا بایستی گزینه استحاله طلبی رو انتخاب بکنه. حالت سومی فعلا قابل تصور نیست تا اطلاع ثانوی. بنابراین این جنبندیه که جناب بهبهانی از این مقاله میشد به دست داد که هموطنانمون میتونن ببینن که یکی از این سناریوها با اون احتمالی که در بحث امروزمون از ابتدا بررسی کردیم، یعنی سناریو جنگ و فروپاشی چقدر نزدیکه و سناریو استحاله طلبی چقدر به عنوان یگانه راه نجات نظام امروز مطرح هستش. بسیار ممنون و متشکرم. اما بذارید من دارم میخواد یه قدری یک فرصتی هست اگر که به من این رخصت رو شما بدید نفس داشته باشید من از شما بپرسم. بالاخره الان آقای ظریف را افتاده دوره، راهی براش نمونده، رفته اروپا این ور اون ور، در به در به دنبال پولن، در به در به دنبال باز کردن راهی هستن که بتونن. الان هم در اینجا بالاخره دادگاه امروز حکم داده اموال بنیاد علوی رو، مخصوصا این ساختمون بزرگ رو در منهتن گرفتن از ایران، و این اموال مربوط به دوران خوش استبداد است به قول آقای منفردزاده نازنین، اسم اون دوره رو گشته دوران خوش استبداد، و مربوط به دوران محمد رضا شاه است. اینا اموال بنیاد پهلوی است
که به راستی برای مردم بود، مردم ازش استفاده میکردن، ولی اینا اونو تبدیلش کردن به بنیاد علوی و بعدم هیچی عاید مردم نشد. الان این وضعیتی که در ایران وجود داره، وضعیت بانک ها، و وقتی دقیقه انتخابات بود از من میپرسیدن که آقا شما شرایط چجور میبینی، من همواره گفتم آقا این نتیجه انتخابات هرچه باشد در اصل ماجرا فرقی نمیکنه، چیزی گیر مردم نمیاد، ما به سمت تاریکی، سیاهی، خون اینا داریم پیش میریم. و الان هم مردم تو صحنه هستن و متاسفانه رابطه ارگانیک وجود نداره بین اصلا یه جریانی به عنوان یه جریان اپوزیسیون منسجم معلوم معین وجود نداره. هستن شخصیت ها، گروه های کوچکی، دستجات مختلفی هستن که به راستی طرح دارن، برنامه دارن، ولی کوچولو کوچولو ان، جزایر پراکنده هستن و هیچ ارتباط و ارگانیک هم بین این گروه ها و سازمان ها و شخصیت ها وجود نداره. تا اونجا پیش میره که بعضی وقتا این هم مشتبه میشه به بعضی از این آدم ها که خودشون رو به عنوان نیرو معرفی میکنن و من همیشه میپرسم که آقا نیرو یه نفره که اسمش نیرو نیست که، یه نفر یعنی یه نفر و همه هم دارن ناظرن، دارن نگاه میکنن، یه جوری خاموشن و هیچ، مثل این که مسخ شده باشن، مثل این که باور ندارن این حالتو. و تو این شرایط مثلا شما طرحهای خوبی رو داشتید، من یادم در همون سالای منتهی به 88 و ماجرای سبز، جنبش سبز، شما ویدیو منتشر میکردی، خودرهاگران، سازمان، یه درصدی ها، منسجم بشید، این رفتارها رو بکنید اینجور، ولی میبینی که حتی اون بخش هم با وجود همه استدلال ها، نمیدونم پیام ها، بازم اونم خاموشه و حرکت نمی کنه. چه باید کرده شما کدام است؟ همین به زبان ساده میشنوم، فرمایید. ببینید جناب ما انسان ها معمولا بر مبنای دو منبع هستش که حرکت میکنیم، حالا سوای اون چیزهایی که به صورت غریزی در وجودمون هست و طبیعی کار میکنه، مثل نفس کشیدن و شنیدن و غیر و ذالک، حرکت هامون، اکشن هامون به قول معروف از دو منبع هستش که معمولا الهام میگیره. یکی عقلمونه که فکر میکنیم یک کاری رو انجام میدیم و یکی هم احساساتمون هستش. اینا دو منبع اصلی موتور به اصطلاح حرکت انسان ها هست. شما در نظر بگیرید که عقلانیت سالهای ساله، فکرشو بکنیم بیش از 30 چند ساله داره حکم میکنه به ما به عنوان ایرانی، به عنوان سیاسی، به عنوان فعال، به عنوان کنشگر، به عنوان اپوزیسیون، هر چی اسمشو بذاریم، که بیاید راه حل پیدا بکنید، با هم گفتگو بکنید، سازماندهی بکنید، حرکت بکنید، ال بکنید، پل بکنید و هر کشورتون نجات بدید. آیا انجام میشه؟ خیر. بنابراین میتونیم این رو به طور واقعی عرض میکنم، قبول بکنیم که ما ایرانی ها بر مبنای عقلانیت حرکت نمی کنیم. درست قضاوت خیلی کلی به نظر میرسه، ولی در مورد این بحث مشخص حرکت همگونه، همسوی، همجهت، متحد، سازمان یافته، هدفمند دارم از کنم. نداریم دیگه، نمیتونیم سر خودمون کلا بذاریم. وقتی فکر میکنیم در مورد اینکه چرا نداریم، میبینیم به خاطر اینکه بدیهی بودن اونو درک نمیکنیم، یعنی متوجه ضرورت حتمی و 100% این کار نمیشیم. هر چقدر هم که شما اشاره کردید، مثلا ما در برنامه هامون 8 سال داریم توضیح میدیم ضرورت سازماندهی، ضرورت خود سازماندهی، تشکیل حرکت های مردمی، حرکت های تشکل های مردم نهاد، ضرورت تشکیل احزاب، نزدیک شدن احزاب، به وجود آوردن اتحادهای عملگرا، توافق حداقلی، همکاری حداکثری. خیلی خب این اثراتشه که داره دیگه، اثرش صفر نیست ولی صد هم نیست که بگیم الان دیگه مسئله حل. خب در یه جایی پس من شما متوجه میشیم که اون منبعی که ما ایرانی ها رو حتی در بخش
حالا از عامه من صحبت نمی کنم و که درگیر پول نمیدونم دایالیز همسر مثلا دیابتی خودش هستش بدبخت، نمیدونم اون یکی داره ماشینش رو میفروشه که بتونه بچهش رو نشون، اینا نه، در مورد اون کسایی که کنشگرن، سیاسیان، علاقمندن، فعالن و غیره و غیره، شما میبینید که در بین اونها هم حتی این امر بدیهی مورد درک قرار نمیگیره که بخوان متوجه بشن ضرورت کار منسجم، سازمان یافته، با هم، همسو، نزدیک به هم و به دست آوردن یه منظور. خیلی خوب، پس از منبع اولی که برای کنش انسان ها معمولا مورد استفاده قرار میگیره، یعنی عقلانیت، ما زیاد نمیتونیم استفاده بکنیم یا الهام بگیریم، کافی نیستند. اول میمونه دومی. دومی یعنی چی؟ یعنی احساسات. احساسات رو چی برمیانگیزه؟ من خدمتتون عرض میکنم، در برنامه های فراوانی من توضیح دادم که شما باز به عنوان موجود انسانی برای این چیزی که بهش احساسات میگن یا بر به اصطلاح منابع اونی کلام هستش یا مشاهده هستش، چیزی که به عنوان پرسپشن یا درک حسی ازش نام میبرن اینها. خیلی خب، کلام هم که به نظر میرسه در حد اینه که شما 10 دقیقه یه نفری رو هیجان زده بکنید و اینها یه حرکتی بکنه یا نکنه، خود برانگیختن احساسات در مردم هم الان ضعیف شده. یعنی مثلا عرض میکنم شما به همین گزارش وزارت امور خارجه امریکا در مورد قاچاق انسان توجه میکنید که من قرار فردا این رو در برنامه کاوی آهنگر در تلویزیون دیدگاه باز بکنم و ببینیم که چه فاجعه ای در کشور داره اتفاق میفته. شما در نظر بگیرید که جلوی چشم میلیون ها نفر ایرانی خبر میرسه در مورد اینکه دختران نوجوان و جوان ایرانی رو باندهای قاچاقچی که مشخص زیر نظر سپاه پاسداران هستش جابجا میکنن، میبرن به کشورهای عربی، میبرن به ترکیه، میبرن به کردستان عراق و غیره، و در این حال جامعه درگیر مسائل دیگری هستش. ببینید، پس شما برای برانگیختن احساسات هم امروز حتی مشکل دارید. یعنی عقلانیت رو که یه مقداری همچین بگینگی بی سر و صدا بوسیدیم گذاشتیم کنار، در مورد احساساتشون هم دیگه شما مطمئن نیستید با نشون دادن تصاویر فاجعه ها، فاجعه زیست محیطی، اجتماعی، بچه 5 ساله‌ای که پدر مادرش شبا بیرون در میذارنش و و و بتونید این ملت رو بیارید به یه جایی که بتونه چیکار بکنه، عمل بکنه. فراموش نکنید جناب بهبهانی عزیز، من اینو در یکی از برنامه ها بررسی کردم، گفتم که زمانی که ملتی ناب از لحاظ احساسی، یک جریان، یک حرکت میتونه میلیون ها نفر رو بلند بکنه. و مثالی که ارائه دادم مثال تونس بود که یه جوان دست فروش خودش آتیش میزنه و صدها هزار نفر میریزن تو خیابون. چرا؟ چون این به قول معروف منبع انگیزشی احساساتی در آدم های تونسی دست نخورده باقی مونده، بکر باقی مونده، و لذا وقتی یه چیزی میاد تحریکش میکنه فعال میشه. در حالی که شما در ایران روزانه دارید چند نفر خودشون دارن به خاطر فقر و بدبختی آتیش میزنن و ما روزانه یه انقلاب در ایران تا اونجایی که من اطلاع دارم نداریم. لذا وقتی میرسیم به اینجاها جناب بهبهانی عزیز، این واقعیت رو باید قبول بکنیم که اون چه باید کردی که شما میکنید 100 تا 10 تا 20 تا حتی 3 تا 4 تا پاسخ نداره، متاسفانه، شوربختانه. یه موقع دستون بازه میگید چه باید کرد؟ خب تبلیغات کنیم، سازماندهی کنیم، حزب درست کنیم، ال بکنیم، مردم رو تشویق بکنیم، برنامه اجرا بکنیم، تلویزیون بزنیم، فلان بکنیم و اینا، جواب میده دیگه. چرا؟ چون روش حساب میکنیم. ولی الان که داریم ما هم صحبت میکنیم همه این کارا انجام شده و جواب نداده. بنابراین دیگه هی از شمار این راه حلایی که میشه برای چه باید کرد کم شده، کم شده، کم شده، رسیدیم به اونجایی که از نظر من یه جواب برامون باقی مونده. شاید حالا ممکنه این برداشت یا ارائه من یه مقدار مطلق گرایانه جلوه بکنه، ولی این چیزیه که باور بفرمایید من نزدیک به چقدر میشه 13 سال پیش در یه سری مصاحبه رادیویی که داشتم در مقابل پرسش مجری که گفتش
به قول معروف با این اپوزیسیونی که گوش نمیده متحد نمیشه اله میکنه چه باید کرد، من این جواب رو دادم و در نظر بگیرید بعد از 13 سال دوباره برگشتم به همون جواب. من اونجا گفتم که اگر مجموعه جریان های اپوزیسیون نخوان بر مبنای عقلانیت، عقلانیت سیاسی که میگه آقا دشمنت قویه شما هم قوی شو برو از اون قوی تر شو برو حسابشو برس، گفتم اگر نمیتونه اینو در بیابه، اگر حاضر نیستش با این همه ضعف و شکست و ناکامی و اینا به خودش بیاد و این حرکت رو بکنه، فقط یه چیز باقی میمونه و اونی که به طور عینی و مادی و واقعی جلوی چشمش یه اتفاقی شروع بشه و پیش بره و او ببینه که دیگه این مسئله احتمال و شاید و ممکنه و حالا ببینیم و اینا نیستش، جلوی چشمشه. مثلا عرض میکنم گفتن این کلام خیلی سخته ها و من حتی عذرخواهی میکنم اگر انقدر بیرحمانه میخوام این تصویر رو ترسیم بکنم، ولی من معتقدم زمانی که موشک های 25 متری 30 متری 50 تنی اسرائیل، عربستان سعودی، آمریکا، خروارها، بمب، موشک اینها داره بر سر شهرهای بزرگ ایران فرود میاد، من فکر میکنم اون موقع ما میتونیم شاهد آغاز بیداری لازم برای حرکت در کنار هم متحد جدی ایرانی ها باشیم. بسیار بسیار متاسفم که این رو بگم، ولی میخوام بگم و اینو از سر ناامیدی نمیگم و از سر واقع گرایی میگم، این دوتا با هم دیگه خیلی فرق داره. مثلا به نظر میرسه که بر اساس تجربه افغانستان عرض میکنم، بر اساس تجربه مردم بخت برگشته عراق عرض میکنم، بر اساس تجربه لیبی عرض میکنم، تجربه سوریه عرض میکنم، که تنها چیزی که میتونه ملتهای خود رو به خواب زده، یه موقع یه ملتی به خواب رفته یه داستان دیگه است، خود رو به خواب زده رو بیدار بکنه و سختی و خشونت مندرج در واقعیتیه که از اون گریزی نیست، به عبارت دیگه واقعیت ناگزیر. از اون زمان شما خواهید دید که اتفاقات معجزه‌واری روی خواهد داد، یعنی مردم بیدار میشن، مردم دست به اسلحه میشن، مردم منسجم میشن، سازماندهی میکنن، از محلاتشون دفاع میکنن، میجنگن، خون میدن و غیره. ممکنه الان شنوندگان ما بگن که از کجا معلومه های عرفانی که همچه کاری بکنن؟ پاسخ من اینه که به این مال باختگانی که الان تو خیابونن نگاه بکنید، ببینید با چه شجاعتی، با چه صراحتی، با چه جرأتی وارد نمیدونم بانک ها میشن، صندلی میشکنن، شیشه میشکنن، با مامور انتظامی در میفتن و غیر و ذالک. چرا؟ آیا برای دموکراسیه؟ برای آزادیه؟ برای برابریه؟ برای عدالته؟ برای چه آرمانیه؟ هیچی، برای سفره شونه، برای همسر بیمارشه، برای پول آمپولیه که باید دونه 35,000 تومن بگیره بده بچهش زنده بمونه است. ببینید واقعیت تلخ و سخت مادی اومده سراغش، ترس و یأس و محافظه کاری و ای حالا مواظب باشم و همه اینا رو گذاشته کنار، نه انقلابی بوده، نه انقلابی شده، نه انقلابی هستش، فقط و فقط متوجه شده که پول داروی همسرش رو نمیتونه پیدا بکنه، متوجه شده که ممکنه اجاره آخر ماهشون رو دیگه نتونن بپردازن، اومده کفن پوشیده و ایستاده کف خیام. ببینید این یه اشانتیون یا سمپل به قول معروف یه نمونه کوچیکیه از اون واقعیت بزرگی که اتفاق خواهد افتاد، یعنی زمانی که طلوله های شیر آب دیگه آب نیست، زمانی که نونوایی ها دیگه پخت نمی کنن، زمانی که مغازه ها دیگه دراشون رو با قفل و نمیدونم کیسه شن بستن، زمانی که دیگه بانک ها پولی ندارن، زمانی که درهای خودپرداز ها و غیر و ذالک بسته شده، زمانی که صدای هواپیماهای کجایی و کجایی بالا سر مردم میادش، من اطمینان دارم در اون شرایط مردم بسیار جدی و قاطع وارد صحنه خواهند شد. من اطمینان دارم در اون زمان تمام این مسائلی که اپوزیسیون رو الان
بابت اینکه سکولاریسم بیشتر دوست داری یا لایسی؟ نه، اگر لایسیته میگی با ما نیستی، ما سکولار هستیم. مثلا عرض میکنم از این اخم و تخمایی که سالهاست نسبت به هم دیگه دارن میذارن کنار و متوجه میشن سکولاریسم و لایسیته هم میتونن با هم دیگه یه جورایی آشتی بکنن، متوجه میشن که حالا گذشته اونقدر مهم نیست، اون چیزی که الان داره میگذره خیلی مهمه. و خواهید دید که اتحادهای آنچنانی در اپوزیسیون انجام میشه، روبوسی انجام میشه، میان در کنار هم و اصطلاحاً یه معجزه ای رخ میده، معجزه ای که بهای خیلی سنگینی داره برای کشورمون، بهای تخریب، جنگ، احتمال تجزیه است، احتمال جنگ داخلی، قحطی، بیابی، مهاجرت‌های اجباری، آواره شدن، تلفات، ناامنی، اما این بهای به اصطلاح لازم برای وارد حرکت شدن ملت‌هایی هستش که نه با زبان عقلانیت، نه با برانگیختن احساسات انسانی وارد عمل نخواستن بشن و به قول معروف یا به خواب رفتن یا خود رو به خواب زدن، نتیجهش به هر حال میبینیم که یکی هستش. به همین دلیل جناب بهبهانی عزیز، من به جای اینکه بخوام یه جواب کلیشه‌ای به شما بدم که بله باید متحد بشن همه با هم و باید ال بکنن و سازماندهی بکنن و غیر و زاله که بعد یه سال دیگه هم باز شما همین سوال رو بکنید من هم جواب بدم، به قول معروف آب پاکی رو دست خیلی ها داریم میریزیم و داریم میگیم که عزیزان این اون چیزیه که قابل پیش بینی هستش. اما اگر کسی داره این رو میشنوه به معنی این هستش که خب دست رو دست بذاریم پس تا اون موقع اون اتفاق بیفته، نه هموطنان عزیز، ما همیشه در برنامه ها گفتیم توان انسان بی نهایته. بنابراین همین سناریو رو هم، همین سناریویی که مبتنی بر واقع گرایی سیاه هست رو هم شما میتونید با عقل و اراده خودتون تغییر بدید اگر بخواید. بله دقیقا، اگر بخواییم. و دقیقا این پرسشی بود که ما سال 88 در همون عنفوان ماجرای 88 اینجا رو صفحه گذاشتیم که آیا ایران قابلیت تغییر رو دارد. بعد یادمه که دوست عزیز ما آقای ساسان رو خط اومد و گفت آقای این سوال رو باید اینگونه مطرح کرد که آیا دلش میخواد تغییر کنه یا نه. موضوع اصلی اینه. به هر حال آقا خیلی از حضورت ممنون و سپاسگزارم از اینکه مهر میکنی و این پنجشنبه در میان رو میتونیم در خدمت شما باشیم. از شما ببخشید. بله عرض کردم که این ماجرا رو بله ما هم اینجا تعریف کردیم اگر که بخواد. به هر حال از اینکه مهر کردی و در این برنامه شرکت کردی مثل هر پنجشنبه دیگر از شما نهایت سپاسگزارم. باز هم برای شما عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدرت، از همه هموندان شما در حزب ایران آباد، دوستان شما در شبکه دیدگاه تشکر میکنم که این فرجه و فرصت رو در اختیار ما قرار میدی. از شما نهایت سپاس دارم. تا فرصتی دیگر سپاسگزارم از شما. منم از شما بابت زحماتتون متشکرم و به شما و بینندگان گرامی تلویزیون میهن بدرود. بها شنیدیم فرمایشات آقای دکتر کوروش عرفانی عزیز رو. امیدوارم این صحبت ها کمک کنه به ما، یه نوع بیداری باشد، یه جور موضوع باشد که متوجه بشیم ما در مرحله تاریخ ساز قرار گرفتیم. من در مقدمه در اونجا قبل از برنامه، مقدمه که نه، در پیش برنامه با آقای فانی که صحبت میکردیم چون که دوربین درست بشه این درست بشه، به راستی گفتم که ما در یه دوره عجیب و غریبی داریم زندگی میکنیم. پدران ما این دوره رو ندیدن، یعنی اصلا این مدل هیچ وقت حالا وجود نداشته، یه چیز غریبیست نازنین. برای شما بینندگان خوب هم آرزوی بهترین دارم و همطور که میدانید ویدیوها، لینک ها در شبکه های مختلف قرار میگیره. شما هم مهر کن اینا رو برای دوستانت بفرست. در معرفی میان تیوی کوشاتر باشید و برای رسیدن به خبرها، دیدن ویدیوها و لینک‌های مرتبط هم دعوت میکنم به مردم ریپورت برید. کاوه نازنین تلاش فراوان کرده در طی این سالها و سایت خوب هم درست کرده و آخرین خبرها رو در اونجا برای شما قرار میده. شما با رجوع اون صفحه دیگه راحت الحلقومه، همه خبرها، ویدیوها و لینک های مرتبط در یه صفحه است. ازش تشکر میکنیم به خاطر مهرش به میهن و میهن تیوی و اینکه
بعضا لینک های برنامه ما رو هم در سایت خوب و پر مخاطب خودش قرار میدهد. ماه به پایان رسید، در انتظار دریافت کمک مالی شما ناظرینان هستیم. در این زمینه مددرسان ما باش. ممنون شما هستم. سپاسگزارم.